شنوندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه 30 ماه آپریل سال 2021 برابر با 10 اردیبهشت ماه 1400 هجری شمسی است و خیلی خوشحالم که باز فرصتی شد که با شما باشیم. خوشحالتر این که آقای زمانیان هم اینجا هستن. قبل از برنامه هم پیام هاشون رو گوش دادیم، حتی در برنامه قبلی هم با حضور آقای کرمی ایشون بودن. ممنونم، خوشحالم که به اصطلاح جان سالم به در بردند از کرونا، مبتلا شده بودن به کرونا و خودشون هم به شوخی گفتن که به آقای فخرآورشاه به اصطلاح بی احترامی که نه، گفتن این شاه ها سواد ندارن، بعد فخرآور نفرینش کرده و بیمار شده. در اصورت خوشحالم که شما هستید با ما و امیدوارم هر روز حالتون بهتر از روز قبل بشه. حدود 22 سال قبل من وقتی که میخواستم در رادیو تلویزیون محلی اینجا برنامه بگیرم، یه شرط و شروط هایی داره. تنها جایی که شرط و شروطی نداره واردش بشی رادیو تلویزیون های ایرانیه، ولی اون چون رادیو تلویزیون فیرفکس بود و اینها، باید شما اول میرفتی 2-3 روز فکر کنم به یه کلاسی بود به نام تهیه کننده، کمک تهیه کننده، PA بهش میگفتن، پرودکشن اسیستنت یا پرودوسر اسیستنت، یکی از این دوتا. بعد یک گواهی هم بهت میدادن و اینها. آقای مجید افراخته، آخه قربون شکلت برم عزیز من، بذار ما بیایم سلام کنیم، احوال پرسی کنیم، یه چیزی بگیم، بعدا شما یکی از این نوشته های قبلی و آماده رو بچسبونی اینجا، کار درستی نیست. در اصل من از نوشته های شما استفاده میکنم، یاد میگیرم، ولی این کار شما، این قسمت درست نیست. مثل این میمونه که شما تنبک رو برداری دست بکشی رو، چون ایشون ضرب میزنه، دست بکشی روش بخوای یه آهنگ غمگین بزنی من بلندشم برقصم. بله، 22 سال پیش ما رفتیم اون کلاسه، معمولا شبم بود که عصر بود و اینها. بعد یک خانمی آمد یاد ما بده تهیه کنندگی برنامه و اینها، گفت که همین اول کار من یه چیزی بهتون میگم، چون هوا خوب نبود، گفت بعضی وقتا ابر میشه، نمیدونم چرا تصویر ما امروز اینجوری میشه، گفت بعضی وقتا ابر میشه، برف میشه، بارون میشه، یه برنامه ای رو که از قبل تهیه دیدید، آقای افراخته اگه لطف کنید این نوشتتون رو بردارید، بعد یه جای دیگه در رابطه با صحبتی که میکنیم اگه چیزی میخواین بنویسید. خلاصه گفت شماها باید آماده باشید که اگر با یه نفر قرار گذاشتید، خدای نکرده تصادف کرد، به خاطر برف و اینا نتونست بیاد، برنامه رو نیاین به مردم بگید که من قرار بوده با آقای افراخته مثلا صحبت کنم یا آقای زمانیان صحبت کنم، آقای زمانیان کرونا گرفته، آقای افراخته هم نشسته بوده تا نوشته هاشو بذاره، نیومدن و ما همین جوریم نگاه شما میکنیم. گفت یه نگاهی به اخبار و اینها بندازید، اون وقت هم اینجوری نبود، اینترنت و اینا نبود، همه خبرها هر کسی یه روزنامه صبح یا میخوند یا یه جایی که میرفت روزنامه‌ای که اونجا بود، یعنی خودش هم می‌خرید، یعنی یه نگاهی به خبرها بکنید و در رابطه با جریانات اخیر که اینجا بهش میگن current affair، یه صحبتی رو شروع کنین تا مهمونتون برسه، یا اینکه در حین اون صحبت‌ها بگید که مهمون داشتیم اینجوری شده، ولی حالا نظرتون راجع به این موضوع چیه، راجع به اون موضوع چیه. یادم میاد یه چند مدت که گذشت من با خودم فکر کردم که ما ایرانی‌ها از این نظر مشکلی نداریم، چون حالا یا خوشبختانه یا بدبختانه از یک کشوری هستیم که هر روز یه خبرایی میشه و میاد و میره. البته الان هم دیگه سرعت خبرها زیادتر شده که ما کم بوده مهمان و کم بوده خبر و اینها نداریم و میتونیم از در و دیوار هم به اصطلاح خبر بگیریم. خب آقای افراخته اینو بر نمیدارن، من با اجازهشون پاکش میکنم و بله، اگه سعی کنید جملاتم به اصطلاح کوتاه و مفید و مختصر بنویسید، مقاله رو توی قسمت کامنت نمیذارن. مثلا شما میتونید بنویسید که من یه مقاله‌ای گذاشتم توی صفحه دوستان، بیاین بخونید. ضمناً قرار نیست شما از این
مغازه بقالی ما که یه تابلو گذاشتیم که اگه آقای زمانیان میاد مثلا کالباس میخره، اگه میخواد خونش هم بده اجاره، اونجا بنویسه خونه میدیم اجاره. این دیگه نباید بیاد تابلو نقاشیشو بذاره اونجا برای فروش، نباید بیاد کتابشو بنویسه. کارمون خیلی خرابه آقای افراخته. من و شما فکر میکنیم کار من و شما درسته، کار دیگران خرابه، ولی نه، من به اون نتیجه رسیدم کارمون خیلی خرابه. ما چیزای ساده و ابتدایی رو هنوز بلد نیستیم، نمیخوایم یاد بگیریم. و اگه یه دوستی انقدر شجاعت داشت، انقدر شهامت داشت، انقدر رفاقت داشت که بهمون بگه، ازش دلخور میشیم. امیدوارم شما دلخور نشی. خلاصه من فکر کردم ما ایرانی ها عجب شانسی آوردیم، هر روز تو کشورمون چندین اتفاق و خبر میفته، یا تو همین کامیونیتی خودمون، تو جامعه خودمون، و از این لحاظ ما کمبود نداریم. بیایم سر این ماجرا، یه هفته پیش چه خبر بود، این هفته ماجرای این نوار ظریف چه سر و صدایی را انداخته. آقا یه آقایی که دیگه الان آخر وزارتش هست، یه بارم استعفا داده، از شاکی بوده که نیروهای دیگه دخالت میکنن، به اصطلاح دولت سایه هست، دولت پنهان هست، و با خواهش گفتن نه آقا نرو، حالا برای همدیگه ناز میکنن اینا. آمده یه مصاحبه انجام داده، مصاحبه رو انجام داده برای چی دوستان؟ برای که پخش بشه. حالا بله، ممکنه گفته باشه امروز پخش نکنید، فردا پخش کنید که خبرها مثلا چجوری باشه، فردا پخش نکنید. آقا این خبر پخش شده که شیون و شین قتل حسینی را انداختن، چه تلویزیون های داخل چه تلویزیون های خارج. این میون یه برنامه خوب من دیدم از آقای هوشنگ امیر احمدی و آقای شهرام همایون. آقای همایون تو رو خدا با آبروی خودت بازی نکن. آقا شما چندین سال تلویزیون داری، درسته که الان، حالا ببخشید تصویر ما امروز اینجوری جوری میشه، درسته که الان از خونتون به وسیله اسکایپ برنامه میفرسی، آرش مشکات یا مشکینم اونجا وصلت میکنه به مهمونا و اینها، ولی عزیز من اینو بهتر میتونی انجام بدی، صدای میکروفون به اصطلاح مهمونت رو قبلا امتحان کنی، قبل از برنامه اگه اشکالی هست. بنده خدا آقای هوشنگ امیر احمدی 3-4 تا میکروفون رو تو گوشیش گوشی گذاشته بود و اینها، ولی صدا بد بود. بعد وقتی داری صحبت میکنی با مهمونت که به اصطلاح میکروفونشو درست کنه دیگه، حالا اون موقع راجع به ازدواج و طلاق و شوخیای بی‌مزه‌ای که معمولا بین ایرانی‌ها رایج هست انجام نده. برگردیم به این که چرا من فکر میکنم این مصاحبه مصاحبه خوبی بود، یعنی کانتنت یا محتواش خوب بود، حالا کیفیتش اب نداره. بعد آقای هوشنگ امیرعمدی داشت میگو آقا اینا شما رو بازی دادن، همون تلویزیون اینترنشنال، ایران اینترنشنال رو هم بازی دادن، این نوار رو اصلا خود دولت پخش کرده، چرا خامنه‌ای و روستالا صداش در نمیاده، تیپا نمیزنه ظریف رو بندازه بیرون، چرا ظریف استعفا نداده، چرا روحانی چیزی نگفته؟ تنها چیزی که روحانی دیروز گفت آخرش اون بود که این صحبتای ایشون صحبتای خودشه، حق داره حرف بزنه، نظر دولت نیست. درصدی که روحانی هم دیگه فکر کنم این 8 سال بعد از اون 20 سال نمیدونم توی دستگاه وزارتی و اینا کار کردن، حسابی گیج شده، زده به سیم آخر. آقا یه نفر که توی دولت یه مقام رسمی داره نمیتونه نظر خودش رو بگه. به خاطر همین هست که میگن ظریف میتونست بعد از این، چقدر، یه دو ماه دیگه انتخابات میشه، شما همه تون میشید هیچ کس، بعد از این که هیچ کس شد بیاد صحبت کنه، ولی الان نباید این کارو میکرد. بگذاریم، من فکر میکنم این هم یکی از بازیهای زیرکانه آخوندها با من، با شما، با میدیا، با اینها بوده و هست. حالا چجوری فکر کردن با این کار، چه کار میخوان بکنن، کیو میخوان خراب کنن، کیو میخوان آباد کنن، کیو میخوان بیارن بمانه. من نهار فلفل سیاه ریختم رو سالاد خوردم، آه ببخشید، نباید این کار میکردم، باید حواسم میبود. یک کلاسی هست مال دوبلورا، وقتی شما میخوای بری سر کلاس اول بهت میگن یه آب ولرم بیار،
که این حنجرت نرم بشه و یکم تمرین کن، یه صدای عجیبی از خودشون در میارن، اینا بمانه. آقای هوشنگ امیر احمدی به شهرام همایون میگو آقای همایون اینا همه تون رو بازی دادن. بعد شهرام همایون هم با یه جدیت خاصی هم میخواست حالا همین حالا تبلیغ رضاشاه کبیر رو بکنه که رضاشاه کبیر تونل کندوان رو اینجوری کند. این آقایی که شما میگید خیلی بلده 40 سال جاده ای نمیدونم کرج به شمال رو نساخته. آقای امیر احمدی میگو آقا اونم گولت زدن، اونم گذاشتنت سر کار، الان اینقدر تونل زدن، تونل از این ور تهران میره زیر نمیدونم 20 کیلومتر اون ور تونل هست و فلان. اینها برنامه خوبی بود، متاسفانه چون صداش بد بود من نتونستم همه رو نگاه کنم، ولی تا اونجایی که لازم بود. اسم 44 تا نماینده احتمال خیلی جالبه، طرف نامزد نشده، اینا اسمش نوشتن مینسن نامزد احتمالی. آقا ولش کنید وقتی نامزد شد. البته یه حسن این انتخابات ایران داره اینه که برعکس آمریکا و کشورهای دیگه که 2-3 سال قبل شروع میکنن اعصاب آدمو 2-3 ماه فقط خراب میکنن، گویا 2-3 ماه قبل از اینا میان و دستپاشونو جمع میکنن و میرن. خلاصه اولا نوشته بود 44 تا، 4 ردیف 11 نفره هم عکس گذاشته بود. آقای شهرام همایون میگه 24 تا، نمیدونم اون لیستی که اونجا نشون میدادن با اون لیستی که اون میخونده فرق میکرد. بعد آقای هوشنگ امیر احمدی میگه آقا انتخابات انجام شد، خامنه ای هم گفت که چه کسی باید رئیس جمهور بشه، یه کسی که نمیدونم به انقلاب باور داشته باشه، نمیدونم اهداف جمهوری اسلامی رو احترام بذاره، یه کسی که ولایت فقیر رو قبول داشته باشه فلان بسار، اسمش هم گفت آقای هوشنگ امیرحمدی. هوشنگ امیرحمدی گفت که من اگر میتونستم به خامنه ای تماس بگیرم میگفتم آقا بی خود جر و دعوام را ننداز، بعد تا امروز همه میگن رأی ندین، فردا میان میگن رأی ما کجا، برو بگو آقا تا امروز روحانی بود، از امروز به بعد آقای فلانی هست، نمیدونم مجید رحیمه، سعیده، کی، اصلا برای من مهم نیست. خلاصه اتفاقا امروز با آقای امیر احمدی صحبت کردم، گفتم آقا این اشکال شما خیلی ساده رفع میشه، من حتی اشکال قبلی که شهرام همایون داشت تو صدا تماس گرفتم به تلویزیونش گفتم چیزی که هست اینا اینقدر، اونایی که اونجا کار میکنن نه همشون، اونایی که شاه اللهی هستن اینقدر پس فطرتن که نمیفهمن تو این کار من ممکن، اولا من که رقیب شهرام همایون نیستم، من یه کار دیگه انجام میدم، اون یه کار دیگه انجام میده. دوم من بعضی وقتا اگر رقیبتم باشه شما به رقیبت یه چیزی یاد میدی که کلن کیفیت برنامه های میدیا های تلویزیون ایرانی بره بالا. ولی بگذاریم، دوبار من زنگ زدم پیغام گذاشتم، یه خانم به نام افسانه بود که فکر کنم همین رکسانا گنجی بود، در هر صورت بگذاریم از این ماجرا. مصاحبه ظریف سرخط یا تیتر به اصطلاح تمام برنامه ها رو به خودش اختصاص داد، حتی در صفحات که نمیشه بگیم، در اتاقهای کلاب هاوس خیلی اونجا همه مشغول این بحث بودن، ولی به جایی نمیرسه. اینم هفته دیگه یا همین روزا با یه خبر جدید که بیاد به دست فراموشی سپرده خواهد شد. نظر شما چیه؟ به نظر شما آیا این رو هم خود دولت، خود آخوندها، خود ملاها، خود تندروها این کار رو انجام دادن که ظریف رو خراب کنن، نماینده خودشون رو خوب کنن، یا اتفاقا همین ظریف و اینها که به اصطلاح اصلاح طلب هستن این کار رو کردن که از در مظلومیت وارد بشن؟ و اما آگهی پتیک رو براتون پخش کنم، ما که چیزی درست نکردیم ولی همین جوری یه چند تا عکس رو بهتون نشون میدم، و اگر در منطقه لس آنجلس در کالیفرنیا کاری چیزی داشتید، تعمیری داشتید، آمریکایی‌ها میگن هانی دو لیست، یعنی خانمه به شوهرش میگه عزیزم این در رو درست کن، عزیزم شلنگ آب خراب شده آب میده درست کن، عزیزم این چراغ رو عوض کن، عزیزم چمن رو بزن، عزیزم آشغالا رو ببر. میگن اگر هانی دو لیست رو خودتون انجام نمیدید به هر دلیلی، خوشتون نمیاد، وقت ندارید، ولی این انجام ندادن باعث میشه که شما
رابطتون در منزل با همسرتون به هم بخوره، پیشنهاد میکنن که از افرادی مثل پتیک استفاده کنید که آمریکایی‌ها به شوخی میگن هزبند فور هایر، یعنی شوهر برای استخدام. و اینه آقای پتروس که پتیک بهش میگیم، بیلدر لس آنجلس، شماره تلفنش هم زیر این عکس هست. و قبلا ما گفته بودیم 5 ستاره در 5 تا کار مختلف، لوله کشی و نمیدونم تعمیرات نجاری و اینها، و اون دفعه قشنگ به ردیف نوشته بودم ولی الان باید پیداش کنم، فکر کنم اینجاست، این یکیه. اجازه بدیم براتون اینو بذارم، پلیر 4. بله، میگه که پتروس 5 ستاره در 5 رشته، نجاری، کاشیکاری، نقاشی، لوله کشی و بتون، 7 روز هفته، 7 صبح تا 7 شب. و اما why your image is on slow motion، نمیدونم این دوربین جدیدی که خریدم فکر کنم بعضی وقتا میره رو دمو و من باید حواسم باشه اون دمو رو آف کنم. ضمناً سعید عزیز وقتی که اون شعر رو میخونن، سن که رسید به 50، ما الان 15 سالم از اون گذشته، سن رسیده 65 و خیلی چیزا هست در زندگی که جوابی براش ندارم، ولی خوشحالم که شما با همین تصویر اسلو، با همین مغز اسلو منم باز اینجا هستید. و اما پتروس رو نشون بدیم که پتروس 5 ستاره، نجاری، کاشیکاری، نقاشی، لوله کشی و بتون، 7 روز هفته، 7 صبح تا 7 شب، به 3 زبان فارسی، انگلیسی و ارمنی صحبت میکنه. لیسانس یا جواز کار یا لایسنس، باند، بیمه و 30 سال تجربه هم پشت این آگهی هست. 818 شماره تلفنش هست، ایریا کد 818 209 60 52. لطفاً پیام بذارید، چون ایشون اگر داشته باشه رانندگی کنه جواب نمیده. اینم بهترین عکسیه که من تونستم برای پتروس پیدا کنم یا برای پتیک عزیز. هر دستش یه ابزاره و کاراش هم کارهای قشنگ و خوبیه. ضمناً دوستان ایرانی، اگر به ایشون کار دادید براتون انجام داد، راضی بودید، بعد به دوستان خود هم معرفی کنید. من یه چیز بدی یه جایی دیدم، یه نفر مثلا داشت دنبال یه هم فن حریف، نه یه معماری، یه بنایی چیزی میگشت، طرف گفت نه نمیشناسم. گفتم فلانی که هست؟ گفت نه آقا هیچی نگو، اگه بهش کار دادیم کارش زیاد شد دیگه نمیتونه کار خودمونو بیاد انجام بده و نمیاد با اون قیمت انجام بده. نکنید این کار رو، با هم مهربان باشید، اونها هم با شما منصف خواهند بود. و اما من هم به خانم شیوا محبوبی، هم به آقای فرزاد نیساری، هم به دیگران در طی هفته‌ای که گذشت میگم خانم، آقا، لوجستیک یا چی بهش میگن، تدارکات. من اتفاقا تو ارتش اهواز که بودم، لشکر 92، یه مدتی تو قسمت لوجستیک بودم، فکر کنم رکن 4 بود، یه استواری هم رئیس ما بود. بعد بهش گفتیم بابا ما زورا میریم خونه، چجوری بود؟ بعد میرفتیم دوباره برمیگشتیم، افتضاحی بود، گرمه، اگه میشه ما همینجا بخوابیم. ایرکاندیشن گازی داشتن اونجا و میگفت اب نداره، فقط درو از تو ببند وقتی ما میریم که کسی نیاد ببینه شما مثلا خوابیدی اینجا. گفتیم باشه، روی میز میخوابیدیم، 1-2 ساعت استراحت میکردیم. گرم بود اهواز، مخصوصا برای ما شیرازی ها که از اون هوای خوب رفته بودیم اونجا. بعد از خونه و باغ و درخت انار و حوض یه دفعه بریم یه خونه اجاره کنیم، 3 نفر، من و آقای معماری، حمید معماریان و سعید رضوی. راستی سعید تو بچه آبادان هستی، سعید رضوی رو نمیشناسی؟ اونم آبادانی بود، خیلی پسر ماهی بود. و با هم اتاق باشیم، 3 نفر جوون توی اتاقی و گرما، نه ایرکاندیشن داشت نه پنکه داشت. ما با در رو باز میکردیم، اون وقت ته کوچه ما بیمارستان نبود، یه کلینیکی بود، آموزشگاه
دخترایی بود که میخواستن پرستار بشن. این جونوران وقتی رد میشدن میمدن سرک میکشیدن، متلک میگفتن، شوخی میکردن، اذیت میکردن. دخترها و خانوما وقتی ولشون کنید از آقایون بدترن، از لحاظ متلک گفتن، از لحاظ جوک گفتن، از لحاظ اذیت کردن. بگذاریم، برگردیم به این ماجرای پروداکشن و پلن و برنامه داشتن و اینها. خانم شیوا محبوبی، خب بنده خدا من میبینم از صبح تا شب کار میکنن، زحمت میکشن، ولی یکی نیست، دوستی نیست به اینا بگه که این کار شما نتیجهش چیه، هیچ به اصطلاح راندمانی داشته، بازدهی داشته، به کجا رسیدید، از A to Z اگه قرار بوده تی کنید، از الف تا یه الان کجا رسیدید. امروز باز دیدم نامه نوشتن برای نمیدونم فلان. خانم ها، مثل این میمونه که شما به دوست نامه بنویسی دوست عزیز چیزایی رو که لازم داری وردار باقیشو برای ما بیار. نمیکنه، میندازه دور، ولی حاضر نیست بیاد. این سازمان ها و اینها هم همینن. ایشون برای آقای بوریس جانسون دیوانه زنجیری انگلستان نامه نوشته بود. شما فکر کنی واقعا بوریس، میدونم اینا رو شما مینیسین که در تاریخ ثبت بشه. اولا اینم یه چیز دیگه، ایرانی ها میگن ما ننوشتیم، فقط میخوایم در تاریخ ثبت بشه. تاریخ میاد نامه شما رو مینیسه، تاریخ میاد دعوت به تظاهرات آقای نیساری رو مینیسه، تاریخ میاد دعوت به تظاهرات و یا برنامه اسکایپ مثلا آقای آپتین رو مینیسه و پخش میکنه. گول خودتون رو نزنید، بیان با واقعیت روبرو بشید، ببینید برای یه کاری که میخواین انجام بدید باید خرج کنید. در رابطه با خرج کردن، اتفاقا آقای عباس سعیدی یه پیام گذاشتن در رابطه با این برنامه ظریف و اینها، و ایشون هم مایل هستن بیان یه برنامه بذارن صحبت کنن. من اگر زودتر زنگ زده بودن، مثلا دیروز یا دیروز عصر یا امروز صبح حتی، میتونستم ترتیب اون کار رو بدم که امروز با ما باشن، ولی متاسفانه یا خوشبختانه ما هم آقای لادن رو بعد از چند هفته امروز خواهیم داشت، امیدوارم. و هم این که من بعد از برنامه خودم و آقای لادن باید برم یه جایی سر کار. دوستان باید باز برمیگردیم آقای سعیدی به همون، این لوجستگی، پروگرام داشتن، برنامه داشتن، نقشه راه داشتن، بلوپرینت داشتن. آقا شما میخوای فردا بری خونه دوستت، نگاه میکنی میگی این سوربی منو برای چی دعوت کرده، فکر کنم تولده، میری برایش یه کادو میخری، تدارک میبینی، آماده میشی. بعد میگی مثلا سوربی گفته آقا خانم دیگه برای من بلوز و پیرهن و اینا نیارین، 10 تاش نو هنوز داره اونجا تو کمد کهنه میشه، آبجو بیارین، نمیدونم استیک بیارین. این کار انجام میدی بر اساس اون کاری که میخوای انجام بدی با شرایطی که اون داره کار. شما باید از قبل زنگ بزنی. آقای ظریف که امروز برنامه نذاشته، الان یه هفته از همه دنیا دارن راجبش حرف میزنه، شما باید از قبلش زنگ بزنی، با هم برنامه میذاریم، صحبت میکنیم. ولی دوستان، آقای سعیدی اخلاقش اینه، میگه از قبل به دوستان بگیم آماده بشن، بعد ما برنامه بذاریم. والا بلا اینجوری نیست آقای سعیدی که ما یه هفته بشینیم مراد برقی بیاد نگاش کنیم، اینجوری نیست که ما بشینیم دلمون لک بزنه برای میخک نقره‌ای. ملت میان تلویزیونی که باز کنن هزار تا گزینه دارن. همین مردم تیوی شما برید اونجا نوشته پخش زنده تلویزیون ها، این مال ایرانیان، یه لینک من پیدا کردم گذاشتم اونجا، و برید ببینید چه برنامه های افتضاحی این آخوندا با پول بیچاره مردم بیچاره درست میکنن. و از اون ورم اونایی که سوء استفاده میکنن، یه آقای اومده شباهنگی، اون هنرپیشه اومده همرفیق، اون اومده نمیدونم کوفت و زهر مار، بعد مردم بدبخت رو هم میکشونن. البته اینا ماسک زدن، دم درم که اومدیم تمپریچرشون رو امتحان کردیم. آقا میگه طرف واکسن زده بازم ممکنه کووید بگیره، و توی احمق توی ایران مردم رو میکشونی میاری. اینی که میاد حالا یا با ماشین خودش میاد، یا تو ترافیک میاد، یا با اتوبوس میاد، یا با مترو میاد، اینا همش یه چیزی که لازم نیست، واجب نیست، شما انجام میدی، جمعیت رو به خطر میندازی. بگذاریم،
راجع به تلویزیون ها برگردیم با آقای سعیدی. آقای سعیدی میگه از قبل بگیم و اینا، چشم من از قبل گفتم، حالا ببینیم که به اصطلاح دوستان چی میشه که برنامه میذارن. چی شد؟ سعیدم نوشتش برداشت، ما به در گفتیم دیوار تو گوش کن شد، با آقای افراخته گفتیم سعید برداشت. جایزه اسکار رو حتما یه شنبه شما هم مثل من ممکنه چند دقیقش رو تماشا کردید، دیدید خیلی افتضاحه، تماشا نکردید، یا اینکه هی گفتید وایسا ببینم خوب میشه، یا بعضی وقتا آدم میگه وایسا ببینم بدتر از اینم میشه، خیلی بد بود، افتضاح بود. اگه کسی دوست داشت میتونه در این مورد صحبت کنه. آقای زمانیان اینجا هستن، من پیامهاشون رو میخواستم یه چند تاشو پخش کنم راجع به اینکه حالشون رو به بهبودی هست، ولی چون خودشون دیگه اینجا حضور دارن احتیاجی نیست. بله، میگه که تلویزیون باید بدونه و باید بگه و باید بدونه که اگه نگه دیگران میگن. این ماجرای تلویزیون ایرانه که فکر میکنه اگه نگه مردم از جای دیگه سر در نمیارن و به این وسیله سالهاست مردم رو به دامان بی بی سی، به دامان ایران اینترنشنال، به دامان تلویزیون وایس آف امریکا و اون تلویزیون های دیگه فرستاده و خودشون هم اونجا نشستن، چهار تا آخون، این کانال پشم سیاه، اون کانال پشم سفید. و اما ترور و وحشت مسئولین دولت، یک برنامه هست، یه آخوند جوانی هست، الان اسمش یادم رفته، نمیدونم آقای میراقایی کیه، این آقای زمانیان حتما میشناسد، چه نسبتا جوونه، موهاش هم داره میریزه، ولی حرفایی که میزنه خیلی جالبه. اگه اشتباه نکنم ایشون خلع لباس شده، نوشته I want to keep your comment space clear. آه خیلی ممنون، واقعا ممنونم. ببینید به این میگن دوست خوب، اومده حرفشو زده، به من گفته که تصویرمون امروز اشکال داره، اینجوری میپره، بعدم میگه من اینو برداشتم که اینجا 100 تا پیام الکی و 6 خط و 7 خط نوشته نشه. من از شما ممنونم آقای سعید خان، ای کاش همه بیننده های من مثل تو، مثل آقای زمانیان، مثل پتیک و دیگران بودن. خیلی ممنون، اون وقت دنیا گلستان میشد، از گلستان خسته میشدیم میمدیم نمیدونم سیب میخوردیم، گندم میخوردیم، با مار صحبت میکردیم، از این گلستان بریم بیرون. و اما لوجستیک و پلن، چیزی که در سازمان ها و جنبش ها تا امروز ندیدم، نظر شما چیه؟ بله، یه عکسی هست، این رو من میخوام در جواب اونایی که هی میگن مال باخته نشون بدم. اینم فکر خوبیه که سعید چیزه رو مینویسه، وقتی من خوندم ورش میداره، اولا من تا یه نگاه میکنم میبینم اینجا چیزی نیست پاکه، بعدم جا میمونه برای دیگران. سعید جان ممنونم، یه چیز جدید یادمون دادی، مرسی. بذارید من قبل از اون یه عکس دیگه بهتون نشون بدم. این عکس مال آقا رضاست، خیلی جالبه، نمیدونم، آها این اندازش من بردارم بنویسم آتو، یه لحظه ببخشید، این پنش کرده که تصویره با تصویر تلویزیون به اصطلاح جدید ما فیکس بشه یا فیت بشه. بذارید اینجوریش کنم با این، بیام اینجا کامرای دو سلکت ایریا و اینه. این که کار شما نیست آقای زمانیان، نوشته که اپوزیسیون در سال 1420، یعنی 20 سال دیگه، وقت رضا پهلوی میشه 82 سالش، عکسش هم اینجوری مثل که با عکس عموش هرکیه، این عکس خیلی قشنگ درست کرده، نوشته شازده رو پهلوی در سال 1420 با تکرار سخنان گذشته روی حرفای پیشین خود ایستادن و گفتن جمهوری اسلامی باید برود. امسال دیگه کار تمومه، این امسال کار تمومه رو ما یه بار از مجاهدین میشنویم، هر سال سال سرنگونی، یه بارم از رضا پهلوی. و اما میخوام اون عکس رو بهتون نشون بدم که این اگه اشتباه نکنم پسرموی من برام فرستاد یا گذاشته بود توی پیاماش و نوشته بود بابا اینا خودشون بیچاره ها به ما میگن، ما گوش نمی کنیم، ما نمی خونیم، ما دقت نمی کنیم. این لایو و این عکس، بیا 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 کجایی،
ای عکس کجا این هاشا این هاش دیدید؟ مثلا یه جایی تابلو میزنه میگه اگه اینجا زندگی میکردید الان خونه بودید. بعد اینجا تابلو زده این بازار مارکت گویا یا یه جایی بالاخره مال تبلیغ و اینهاست. دوستان دقت کنید، نوشته با کمک خودتان، این بالا میبینید اینجا نوشته با کمک خودتان ما سرمایه شما را بالا میکشیم. دیگه از این واضح‌تر اینا باید به شما میگفتن که بیاین پولاتون رو بذارین توی سهام و مارکت و نمیدونم دلار و اینها. و خیلی جالبه، دلار گرون میشه مردم ایران فوش میدن، دلار ارزون میشه باز مردم ایران فوش میدن. عجب روزگاریه، عجب ملت عجیب و غریبی هستیم. از یه آقای دعوت کردم که بیان با هم صحبتی داشته باشیم. ایشون برای من امروز نوشته بود که دعوت شما هنوز هم پابرجاست. نوشتم بله، اگه شما به اصطلاح تحمل سوالات مشکل ما رو داشته باشی و تحمل صندلی داغ رو هم داشته باشی هست. دلیلش هم اینه که این آقا رو من فکر کنم قبلا هم من یکی از آگهیاش پخش کردم، حسین آقا میری، آفرین آفرین. بله، این آقای آقا میری یه دفعه داشت راجع به اینکه چرا این نماینده ها و اینها با مأمور و نمیدونم محافظ و اینها این ور و میرن، میگه والا بلا اگه اینا رو ول کنی برن تو بازار اصلا مردم اینا رو نمیشناسن. بعد برید هفته یه بار خرید کنید با همسرتون با بچه‌تون با اینا، برید بیرون ببینید چه خبره فلان چیه، همتون تا یه کاری میشین چهار نفر محافظتون میشن بعد هی از مردم جدا میشین. مگه شما از این مردم میترسین؟ اگه ازشون میترسید چرا اومدید نماینده شدید؟ چجوریه تو کشورهای مثل نمیدونم هلند و این برونور حتی میگن پادشاهش با دوچرخه میاد بازار، ولی ایرانی هر کوفتی هر آخوندی هر شاهی باید 100 تا نمیدونم گارد جاویدان و محافظ و فلان. آقا برو کشتم شدی که شدی بدبخت. مثلا این شاه اگه کشته شده بود اون موقعی که عزیز بود، بهتر از این نبود که با اون فلاکت با اون بدبختی با اون خاک به سری بمیره؟ میشد قهرمان تاریخ؟ قبول دارید؟ یکی دو بار به جونش مثل که سوء چی میگفتن؟ سوء قصد شد. آقا اگه یکیش مرده بود میشد شهید تاریخ. خب اگر نمیخواین میترسین نیان، من کسی اومده دنبالتون؟ از اون خامنه ای رو نمیدونم بالا بگیر تا نماینده های مجلس تا هر کوفت و زهرماری. حالا دیگه دیدم این نمیدونم رئیس های شرکت ملکت ها هم برای خودشون هی چی میکنن، اصلا به این وسیله میخوان مشهور بشن. یعنی وقتی میاد تو بازار دو نفر جلوش یا با موتورسیکلت یا با ماشین اینها اینجوری میخوان مشهور بشن، چون خودشون میدونن اصلا کسی اینها رو نمیشناسه. بله، این آقای حسن آقا میری، من یکی دو بار آقای زمانیان براش نوشتم اگه میشه بیا یه مصاحبه داشته باشیم، یا میترسه یا نمیخواد با تلویزیون‌های خارج تماس بگیره و ما هم عجب بدبختی گرفتاریم. آخوندا به ما میگن تلویزیون مردم ضد انقلاب، تلویزیون ضد انقلاب مردم. مجاهدین میگن تلویزیون مزدور آخوندا مردم. ما این وسط موندیم که ما چی هستیم. اون طرف بود از شهرستان رفته بود تهران، خانوادهش گفت بودن آقا نشین بلند شو برو سر کار، گفت بود چه کار کنم، گفت بودن آقا یه پیتی دلی وردا، دلی شیرازی ها به پیت میگن دله، وردا برو تو خیابون آب و حوض بکش. این بدبخت از بس تو فکر بود اولش هی دست داد میزد آب میکشیم آب میکشیم، بعد یادش رفت، یادش افتاد آقا اگه تو شهرش مونده بود الان خونه باباش بود خوابیده بود، این چیه خونه فامیل فلان نه، فریاد میزد آی من چه کار میکنم. حالا ما هم اینجوری شدیم، آی من چه کار میکنم، ما بالاخره ضد انقلابیم، انقلابی هستیم، مزدوریم بمانه. و اما میخواستم یه چیزی راجع به نیوز فید بگم روی فیسبوک، بعد گفتم نه، اونایی که بلدن و کار میکنن میتونن برن بزنن how to get rid of news feed یا how to disable یا enable یعنی کار بکنه، disable یعنی کار نکنه، یا how to out چی میگن opt out ولش کنم، چون گفتم حالا اگه این بگم یه نفر فردا زنگ میزنه میگه آقا اون روز بود شما اینو گفتی یا من رفتم این نمیدونم
skills, news, feed, extension رو از روی چیز برشتم گذاشتم رو کروم و به اصطلاح از همون روز کامپیوتر من خراب شد. در صورت اینم ولش کن. هندوستان و کرونا دیدید چقدر همی گفتن آقا هندوستان با این جمعیتش اینجوری مونده اونجوری مونده، نشون میداد پلیس تو خیابون مردم رو با چوب میزنه، ماسک بپوشین. حالا دیدید که همین آقای چه مرد دیوونه، خیلی هم ترامپ رو دوست میداشت، بودیه دوبیه چیه، اینم درست نتونسته چیز کنه. الان هندوستان وضع خیلی بدی داره از لحاظ کرونا. آقای زمانیان، من بغل این هندوستان و کرونا نوشتم فرهاد زمانیان که به هم درباره شما صحبت کنم هم پیاماتون رو پخش کنم. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. و اما کرونا در ایران، دهنکجی برنامه‌های لوس و بیمزه تلویزیون ایران با حضور حاضرین و شرکت کنندگان، اونا دیگه چه بدبختای هستن برای اینکه بیان بشینن تو تاریکی، چون اونا رو میشونن تو تاریکی نور رو میندازن روی این احمق که به اصطلاح هنرمنده هنربنده، اونا برای اینکه 2 ساعت بیان بشینن تو تاریکی بلند میشن خرج میکنن میان میشینن، اونا دیگه چه عقب افتاده های هستن نمیدونم. و اما don't build a company you wouldn't work for، میگن شرکتی نساز، اداره ای نساز، کارخونه ای نساز که خودت هم حتی حاضر نباشی اونجا کار کنی. اجازه بدین من، این آقای کابوسی میگه من در زمان برنامه زنده نمیتونم برنامه شما رو نگاه کنم، براش 4 تا لینک فرستادم، گفت آره اینا رو هم میزنم ولی کار نمیکنه. ازش پرسیدم تلفنت چیه، گفت اندروید نباید مشکلی داشته باشه، چون اتفاقا تمام این سیستمای ما ویندوز هست و اگر کسی میگفت تلفن من آیفونه بهش میگفتم برو از یوتیوب و از فیسبوک، ولی چون تلفن میدونید اندروید سیستمش همون، اصلا خود کلمه اندروید یک کامپیوتر یه چیزی هست، رباتی هست. سعید کاهوسی، آها 301 شمارش، بذارید ببینم میتونه امروز ببینه یا نه، یا یادش میره برنامه ما رو ببینه بعد به این وسیله میگه برنامه زنده رو نمیتونم تماشا کنم. یه پیگیری بکنیم بعد برگردیم باز راجع به آقای سعیدی و برنامه درباره ظریف صحبت کنیم. آقای کاوسی سلام، سوربی هستم، برنامه زنده است. بله داشتنی کار کردم، من یکی از لینک ها کار کردم. بله ممنونم ممنونم، خیلی خوشحالم. اتفاقا چون شما تلفنت سیستم اندروید هست باید بیشتر بتونی نگاه کنی، چون سیستم ما هم ویندوز هست و اندروید. فقط خواستم پیگیری کنم، میخواستیم یه بهونه بشه ببینیمت، خیلی وقت ندیدمت. حالا من دیگه واکسنم زدم، امیدوارم شما هم زده باشی و ترسی نداشته باشید، با هم یه ناهاری بخوریم. خیلی ممنون، مرسی. صحبتی نداری برای دوستان در رابطه با جریانات اخیر، این بازیای ظریف و اینها؟ داشتم برای مردم میگفتم که ما ایرانیا انقدر یا خوشبختیم یا بدبختیم که هر روز یه خبری میاد که ما بی خبر نمونیم. این سر صدای نوار ظریف تنها مشکلی که با دوستان ملتمون دارم اینه که تو فیسبوک و سوشال میدیا که دنبال میکنم مسائلو میبینم یک ایرانی حتی یک ایرانی دیگر رو با هوش یا با شعور یا کارش درست باشه نمیبینه. اینو خوندم، اینو نوشته بودی، خیلی جالب بود نوشته بودی یه نفر نیست که یکی دیگر رو با شعور، همه بی شعور میدونن، همه پس بودن. خیلی ممنون دوستان. فیسبوک آقای کاووسی رو نگاه کنید، دنبال کنید، باهاش در تماس باشید، بلکه شما بتونید یه پوشی بهش بدید بیاد دوباره برنامه بذاره. خیلی ممنون سعید جان و حرفتو تموم کن که ایرانی ها یکیشون اون یکی رو باهوش و اینها نمیدونه. بله یکی هیچ کدوم نه به هم اعتماد دارن، نه هم دیگر رو کردیت میدن به هم دیگر، نه هم دیگر رو قبول دارن. و وقتی شما این رو زد بر 80 میلیون بکنی، بعد نتیجهش کشور سرزمین غنی مثل کشور ما میشه که بدبخته. یعنی این خیلی ساده است، این مسئله خیلی ساده است. مثلا همین من هیچ وقت به دولت ها از زمان شاه، مثلا خب زمان شاه ایران مال آمریکا و انگلیس بود، مثلا همین موفق بود مقداری، و مثل ایرانیه که میان اینجا زیر سیستم آمریکایی
کار میکنن موفقن، ولی ولشون کنی برن تو ایران دوباره میشه همون ایران فاسد و کراپشن و بازی های سیاسی و دیگه کارهای دیگه که میدونی. از این نظر ایرانیایی که اینجا موفق هستن 70% از کردیت رو باید بدین به مدیریت غربی که زیرش کار میکنن، و از واسه همین ایرانیایی که در ترکیه هستن یا ایرانیانی که در کالیفرنیا هستن ولی توی سیستم دایرکت و مستقیم آمریکایی نیستن، اونا بعضیشون زیاد جالب نیست، ولی تو این برای آمریکا چون اکثرا وایت کالر ورکر هستن و از قدیمی هستن و خیلی موفق‌تر هستن. ولی اگه سیستم آمریکایی رو ازشون بگیری و سیستم ایرانی بذاری باز میشه همون مثل فوتبالیستایی که ما که بعضیشون میرن تو اروپا بازی میکنن بازی کانون خیلی خوبی میشن، ولی ولشون کنه تو ایران دوباره مشکل دارن، مثل مثلا آقای علی کریمی. و من فکر میکنم ما تا روزی که این واقعیت رو قبول نکنیم که مشکل در آینه است و نگاه کردن در آینه و مشکل رو پیدا کردن خودش خیلی شعور میخواد، خیلی شعور و تجربه و هوش میخواد که شما در آینه نگاه کنی و عیبای خودت رو ببینی. میدونی که هیچ کس از خودش رو معیوب فکری یا بیهوش یا بیشعور نمیبینه، ولی بعضی هستن میبینن. مثلا ما وقتی که فوتبال بازی میکنیم در فوتبال میگن خیلی میشه فرهنگ‌ها رو خوب شناخت. ما فوتبال که بازی میکنیم آمریکاییه وقتی که خراب میکنه به خودش فوش میده، ایرانیه وقتی خراب میکنه به شما فوش میده. یعنی سعید هنوزم فوتبال بازی میکنی؟ آره هفته ای 3 روز بازی میکنم. واو. هر موقع میام خونه یه جام درد میکنه یا شکسته. ولی ما باید اینو بپذیریم که باید بگیریم که وقتی که اشتباه میکنیم یا یکی مثل دولتمون مثلا قراردادهایی که میبندن هر کاری میکنن ما اینا رو بیشعور و احمق حساب میکنیم. خب میدونه یکی از دوستان آشنا موزیسیان ها نوشته بود که اینا چقدر احمق هن و نمیدونم کار ظریف و اینا رو نوشته بود. میام خب عزیزم منم فکر میکنم شما احمقی. میدونی؟ بله خیلی جالبه، چون من برنامه رو اولم برنامه هم گفتم که این آقای شهرام همایون دیروز به پروفسور هوشنگ امیرحمدی میگو این آخوندها احمقن فلانن، بعد من امروز با آقای امیرحمدی گفتم که آقا خب این که بدتر خودشو میاره پایین، چون نشون میده. بله چون نشون من میگم وقتی که شما میری توی رینگ بوکس یا توی دعوایی یه بچه 8 ساله عقب افتاده میزنته، این آمریکایی اینجوریه، میان میگن یارو 6 قدش بود 400 کیلو هم بود 6 تا هفتی داشت، ولی بعد ببینی چی شده، من زدمش اونم منو زده. ولی اینا چیکار میکنن؟ اینا صدام حسین رو میکنن اسرائیل، ببینید چه بزرگشون میکنن دشمناشونو، میرن میگن اینا این خیلی از اینا اومد زدش بدجوری، اگر نه میزنتم بعد میرن میزننش. ما هر کی که کتکمون میزنه یا سواره نمیگیم خره. خب این دقیقاً طوری که شما الان گفتی خودتو میاری پایین. اگر آخوندا نفهمن خب این نفهمن زبان من و تو هم نشون میده. بله نشون میده تو از اون نفهم خیلی ساده است. مرسی. این بعد درست که به نظر من آقای صحبی حالا زیادی هم صحبت کرد، نه مسئله نیم تا موقعی که به این واقعیت و قدرت بگیریم این واقعیت رو باش روبرو نشین، ما همیم هیچ درش معجزه و شق القمر و راز و رمزی نیست. شما یه عده جمعیتی داری که توشون ناخونده بلند شدن و حالا اون موقع زمان شاه اشتباهاتی کمتر میکرد چون مدیریت غربی داشت، مثلا کویت، دبی، امارات، اینا مال اروپا هست، مال انگلیس و آمریکا هست. ببین چقدر موفق هست به منز این که شیطونی کنن بلند شن یه حرفی بزنن اینا میکشن بیرون، اونا دوباره میشن عربای موشکور اصطلاح. و ما همینجور شد دیگه، شاه بلند شد، مدیریت ایران به دست ایرانی افتاد. من این حرفو 35 سال پیش دارم، گفتن آقای کوسی این فکر میکنی ایران چه میشه؟ گفتن آقا خیلی ساده است، شما هرچی دست ایرانی بدی بخوره تا تموم شد. خیلی ساده است، خیلی دودتا چهارتا است. یعنی هرکی که اینو قبول نکنه در کارش موفق نمیشه. دلیل این که این انقلابیون مبارزین هیچ کدوم در تاریخ ایران هیچی نشدن برای اینکه شما برای حل یک مسئله، شما اگه ماشینت ازش روغن میریزه باید اول ببینید از کجا و چرا.
دقیقا. اگر اینو پیدا نکنی تمام ماشینم نو میکنی بازم روغن میریزه. این اشکال ما مینه، ما هممون نابغه ایم، هممون هم هیچ کنون هم دیگر رو آدم که حساب نمیکنیم، هیچی بیشور و احمق و هممون هم میگیم بیاییم با هم همدست بشیم، ولی نه، همه بیاییم با من همدست بشیم، با من همدست بشیم، نه با هم همدست بشیم. اینا یه مشکلات خیلی ساده و سطحیه که من کشف کردم و دارم نمیاد روز بیام بشون اونجا با هم صحبت کنیم. و حتما. خیلی ممنون سعید جان، مواظب خود باش. خواهش میکنم. خیلی ممنون، به امید دیدارت. مرسی، خوشحالم که اون مشکل برطرف شد. خب دوستان عزیز، با آقای سعید کاووسی بودیم، ایشون هم در تلویزیون‌های مختلف برنامه داشتن و حالا دیگه از طریق فیسبوک و اینها با دوستان در تماس هستن. همین ماجرای ظریف و اینها، آقای طهمورث زمانی یه چیزی نوشته بود، نوشته تا مردم مشغول این برنامه بودن یه نفر نمیدونم اینقدر میلیون دلار، میلیارد دلار آهن فلان اینا ورداشت و برد. من یاد اون شعر فکر کنم مال ایرج میرزا باشه، دو نفر دوست خری دزدیدن، سر تقسیم با هم جنگیدن، یکی دیگه اومد ورداشت و برد. میگه که آقای، کاش که اینو قبلا دیده بودم تا سعید بود میخوندم، ببخشید، از این سعید به اون سعید، با آقای کاووسی بگو تنها راه پیشرفت و آگاهی زیر سوال بردن و انتقاد سازنده است. دولت ناسلامتی نماینده مردم است و انعکاس نظر مردم باید باشه. هیچ اشکالی نیست که همین مردم دولت خودشون رو زیر سوال ببرن. اگر دولت جواب قانع کننده داشت، مردم آگاه تر میشن. یه اشتباه کوچیک تو نوشته شما بود، دولت نماینده مردم نیست، دولت مستخدم مردمن. دولت میشه، میتونی بگی نمایندگان، نماینده من و شما هستن، چون ما نه بلدیم قانون نه وقت داریم، اونا رو استخدام کردیم که برن برامون به اصطلاح قانون گذاری کنن، ولی دولت نوکر مجلس و نوکر مردم باید باشه. این به اصطلاح باید اینو بیشتر بگیم و چیز کنیم. خب میگه سلام جناب سربی منطق‌گرا. خیلی ممنون، امیدوارم اینجور باشه که شما میگید و امیدوارم بتونیم تمرین کنیم که بیشتر به دنبال منطق باشیم تا احساساتم. و اما باز برگردیم در رابطه با خانم شیوا محبوبی، با جنبش‌های دیگه. من وقتی یه نفر رو اسم میبرم، منظورم فقط اون یه نفر نیست، اینجا جنرال میگن، عمومی میخوام بگم، ولی چون در رابطه با اون شخص و اون نامه‌ای که بوده یا اون حرکتی که انجام داده شروع شده، این به اصطلاح صحبت رو با نام ایشون میگم. و الا آقای نیساری هم، فرزاد نیساری، یک نوار موزیکی گذاشته بود از شاهین نجفی. من چند سال پیش اینجا شاهین نجفی وقتی که حتی تهدیدش کرده بودن که منفجر میکنن و اینها، کنسرت گذاشته بودن، ما هم تبلیغش نشون دادیم هم رفتیم، چون وقتی خودت میری میتونی به مردم هم بگی بیا، ولی نمیتونی یه جا بگی که بله یه برنامه از فلانجا خطرناکه، شما برین پول بدین بلیت بخری، ولی من نمیام. رفتم، من حقیقتش چیزی متوجه نشدم. بعد یه چند دقیقه هم با ایشون صحبت کردم، به نظر من شاهین نجفی یه آدم افسرده میاد. حالا بله، خیلی از این هنرمندا افسردگیشون باعث میشه خلاقیت به خرج بدن، آهنگ بسازن، نمیدونم فیلم بسازن و اینها، ولی شاهین نجفی خب حالا آمدی نقی رو خوندی، بعدم جونت تهدید شد، زندگیت به اون بدبختی، یه فیلمی هم ساخته مستند برید نگاه کنید، زندگی خوبی نداره، هی شما سیگار بکشه از این خونه برو اون خونه، خونه دوستات که میری دوستات نگران باشن که الان به خاطر دوستت که رود نیومده بگی نیا اینجا، الان ممکنه زن بچه تو کشته بشن. برای آقای نیساری نوشتم، والا من این آهنگ رو شنیدم، ولی نمیدونم بعد از شنیدن این آهنگ رادیکال، حالا این کلمه رادیکال رو تندروها اینجا میگن، باید من چی کار کنم؟ میدونید شما مثلا
آهنگ مثلا گوگوش دو پنجره رو گوش میکنی، یادت میاد به عشقت، به معشوقت، الان از هم جدا هستید، اون دیوار حالا یا پدر مادرت یا هر وسیله ای جلو شما رو گرفته از رسیدن به هم، دو پنجره نمیدونم بینشون دیوار فلان. آهنگ گلپا رو گوش میدی، خوشا آنان که با عزت زگیتی یا بگیتی نمیدونم رخت خود بربستن رفتن، یه چیزی تا یکی دو دقیقه تو شما هست. من این آهنگ رادیکال آقای شاهین نجفی فقط یه کمی اعصابم خرد شده بود، نمیدونستم حالا چطور میشه، حالا خب یعنی یه دلهوره بی خود، انگزایتی اینا میگن، دلشوره. حالا که برید ببینید، حالا تو وبسایت نه، تو فیسبوک آقای نیساری هم هست، وقتی نوشتم بعد آقای نیساری گفت که کاکو جون اینو تو قسمت عمومی بنویس چون من میخوام راجع بهش صحبت کنم. خب آقا شما که یه چیزی رو میذاری خودت راجع بهش صحبت کن، چرا منتظر نفر دوم هستی؟ البته این رسمه تو جلسات آمریکایی‌ها که میری، یه نفر دستش میکنه بالا میگه من مثلا پیشنهاد میکنم که این سطلای آشغال یکی سه‌شنبه میاد، یکی چهارشنبه، هممون با یه شرکت کار کنیم، همه جمعه بیاد. این که میگه همه یه نگاهی به هم میکنن، یکی دیگه دستش رو بلند میکنه میگه آی سکندید، یعنی منم دومینیم که همین نظر رو دارم، اون یکی دیگه من ترد، اون منم سومینیم، اینجوریه. خب آقای نیساری اگر شما منظورت مثل اون اجندای میتینگای انگلیسی و آمریکاییه، اون یه چیز دیگه. آی گفتی جیم رهایی، ای جیم 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 آقای رهایی عزیز. خب اتفاقا آقای رهایی، اون روزی که داشتم رانندگی میکردم تو راه و شما راجع به عموتون آقای رضا رهایی گفتید که فوت شدن و اینها، بعد اومدم به همسرم گفتم، چون میدونید من و همسرم خیلی ارادت داریم به آقای رهایی، داشتیم به آقای رهایی و همسرشون که اون بنده خدا هم فوت شد و اینها، خانواده خوبی هستن، حالا شما هم جزء همین خانواده هستید، ولی واقعا خانواده بیریا، خانواده صاف و صادق، و من خیلی خوشحالم که دوستایی مثل شما دارم. سلام من رو به همه خانواده برسون و امیدوارم امسال با زدن واکسین و رسیدن تابستون اینها باز هم بتونیم شماها رو ببینیم، حالا یا در پارک و این بر اون بر، چون CDC از پریشب گفتن هر کسی واکسن زده دیگه تو بیرون هوای آزاد لازم نیست ماسک بزنه، چون یه مقداری هم گیج کننده بود. یکی میگه حالا ما ماسک میزنیم، میریم میشینیم اونجا سر میز ماسک رو برمیداریم، اون ویتره نمیدونم دست به همه چی زده، نمکدون، فلفلدون، بشقاب، قاشق، چنگال، لیوان آب، ولی ماسک داره. بعد خلاصه امیدوارم این نیز بگذرد، این مشکلات. و ممنون و متشکرم. آهنگ رادیکال توسط شاهین نجفی گوش کنید، بعد ببینید چه باید کرد. باز برمیگردیم به همین تدارکات، لوجستیکی یا لوجستیک و بیمایه فتیر است دوستان. شما اگه قدیمم بود میخواستی بری شبنامه پخش کنی، باید فوتکوپی اون وقتا دونه 5000 بود، نه قدیم قدیما، باید اگه میخواستی 100 تا فوتکوپی بگیری ببری پخش کنی، 100 تا 5000 50 تومن خرج کنی. آقا دوستان هیچی نمیخوان خرج کنن، بعدم گول خودشون میزنن که آقا من چه احتیاجی دارم به فلان نشریه، من تلفنمو میگیرم دستم میتونم برنامه زنده بذارم. خب اوکی گذاشتی، کی میبینته؟ اقلا این تلویزیون مردم خودت دیگه داری میبینی، 1000 نفر روی یوتیوب میان میبیننش، 20000 نفر این ور اون ور فالوور داره، حالا اگه امروز نبینن فردا میان یه نگاهی میکنن. ولی شما دلت خوشه این برنامه رو میذاری، دوستتم میاد ساعت 8 شب تا 11 شب میشینید، بله هر کدوم از دوستان اینستاگرام رو شما بزن، وقتی میاد بزن لایف، همین روی عکس خودتون، روی نمیدونم این که میگه اتاق درست کن، اتاق میخوام چیکار، خلاصه میزنی برنامه لایف شروع میشه. سم اینجا هم هستی انگار، نشته It's not me. Alright. بله حالا که فرصتی شد بیایم اینجا. آقای بهمن احمدیان، چیزی که شما فرستادید خیلی کوچولوه، حتی تو کامپیوتر پیدا نمیشه، ببینید وقتی میزنی روش
نوشته اینا. بعد گفتم بزرگتر بفرست، حالا تو تلفن دیده میشه همه شما ها، رد شما، من نمیتونم با اینا کار کنم، ولی اون لایو زدن میتونی هر کسی از هر جای لایو بزنه، ولی اگه اینجوری بود افراد دیگه نمیرفتن. شاهین نجفی رادیکال ویدیو فان، لطف کن بذارش رو فیسبوک ما، حالا که داریم راجع بهش صحبت میکنیم یه تبلیغی هم بشه. بله میگه که بله خیلی ممنون آقای رهایی عزیز. دنبال علت و وارسی کیفیت معلول از ویژگی های منطق گرایان است. بله و این همون علت و معلول که میگن همون چیزی که آقای کاووسی گفت. کاووسی زبان خیلی تلخی داره، من همیشه فکر میکردم زبان من تلخه، بعدن که با کاووسی آشنا شدم دیدم که خب دور و نزدیک میشناختمش، چون این هنرمند بود، اینجا از قدیم روی سن بود، ما اون پایین بودیم، بعدن که توی تلویزیون رنگارنگ و اینها کباب بازار دیدمش، دیدم که ممکنه زبانش تلخ باشه ولی مثل دوای سرماخوردگیه، لازمه اون تلخی تا بلکه ماها شفا پیدا کنیم. خب اینم از این. توی اتاقای کلاب هاوس گاهی وقتا همجوری داری میری دوستان دعوتت میکنن، رفتم یه اتاقی بود آقای شاهین نجفی، نه فرج، خدایا چرا این اسما اینجوری یادمون میره، گفت هر کی 7 ساعت نخوابه فراموشی بهش دست میده، گفت حالا شاید فراموشیه که باعث میشه یادت بره بخوابی. البته من واقعا دیشب 1:30 خوابیدم، قبل از 6 هم بیدار شدم، دیروز پنسیلوانیا بودم، بارون و باد و شدت، اصلا من فکر میکردم که الان دیگه دنیا داره آخر میشه. خلاصه آقای فرج سرکوهی اگه اشتباه نکنم، و برای من خیلی جالب بود، اینا اکثرا توی برنامه ها به یه طریقی به هزار میگن که اینا از 14 سالگی روزنامه نگاری میکردن. یه آقای داشتیم اینجا داریوش پیرنیا اگه اشتباه نکنم، این میگو از 12 سالگی روزنامه نگار بوده. آقای ستار دلدار میگو از 19 سالگی هیئت مدیره، نه اون چیه مال کیهان ورزشی بوده، سردبیر. من میگم خب همون مملکت اینجوری بوده به این روز افتادیم، تو 12 سالت بوده روزنامه نگار بودی آقای شهرام همایون، این فرج سرکوهی 14 سالش بوده روزنامه نگار بوده، اون یکی 19 سالش بوده سردبیر بوده. خب معلومه که مملکت میشه همین که سعید کاووسی تعریف میکنه، میگه اگه میخوای ببینی چی میشه، هر چی به دست ایرانی ها میخورن تموم که شد بلند میشن میره. بله همیشه نشه ها فکر میکنن هر روز درست نشد، درست نشه نشدن، آلت طرف از شلوارش بیرونه نمیدونه. یه فیلمی رو فرستاده اینو بعدن نگاه میکنم. بله این آلتم، خب میگنش آلت تناسلی ولی دیگه همه همینجوری میفرسته. خب اینجا دیگه چی نوشتیم؟ بله یک میدونید که یه چیزی راجب وکیلا میگن، میگن وکیلا حرف مفت زیاد میزنن ولی مفتی حرف نمیزنن. تو مهمونی هم شوخی میکنن بهشون که اینا حرف مفت زیاد میزنن ولی مفتی حرف نمیزنن. حالا توی اینستاگرام، من معمولا توی توییتر هستم و توی فیسبوک هستم و بستم همینا، همینجوری که میچرخی افراد زیادی هستن که از این حرف مفت بزن و نوشته ها رو به این و اون منسوب کردن و اینها زیادن. یه نفر نوشته بود که منزل فروزان، یه عکسی گذاشته بود از یه خونه ای، نوشته بود منزل فروزان، بعد فروزان یکی تو خونهش کار میکرده، حالا نمیدونم فروزان کجا بوده، میاد بعد طرف میاد به فروزان میگه که خانم من توی اینجا نماز خوندم، شما راضی هستی؟ فروزان گفته شما قبل از انقلابم نماز میخوندی؟ گفته بله. گفته بله چون قبل از انقلابم نماز میخوندی من راضیم، ولی اگه بعد انقلاب نماز خوندی من راضی نیستم. گفتم حالا ببینید، اولا اون احمق باید قبل از خوندن نماز از صاحبش اجازه بگیره، حتما میدونید یه دلیلی که من آپارتمان تو فالسچرچ نزدیک واشنگتن رو فروختم و از اونجا دور شدم، دو تا دلیل، یکی این بود که دنبال مدرسه بهتر برای بچه‌هامون می‌گشتیم، چون پول نداشتیم بچه‌هامون رو مدرسه ملی بفرستیم، گفتیم بریم جایی که مدرسه‌هاش کلا بهتر باشه. فیرفکس وان اف دی بیست بود اون موقع، شاید هم دی بیست بود، یعنی بهترین بود، نه یکی از بهترین‌ها.
یکی دیگهش این بود که آقا جمعه ها یه مسجدی روبروی ما ساخته بودن، دوستانی که روت 7 رو بلدن میدونن، اون نزدیک 7 کورنر رو، اون کولومبیا چیز بهش میگن بارکرافی هم چیزی، یه مسجدی ساخته بودن، اینا میمدن ماشینشون پارک میکردن، بعدم هر وقت میمدی ماشین تو پارک کنی جا نبود، بعد وای میسادی، طرف میمد میگفت ببخشید برادر من رفتم برات دعا بکنم، میگفت آخه مردک تو که من نمیشناسی چجوری رفتی برای من دعا کردی، رفتی گفتی اونجا به خدا ای خدایا من برای جایی که غصب کردم دارم دعا میکنم، آخه خجالت بکشین تو، یا باید با اتوبوس بیای اینجا یا با اون کسی که این مسجد رو ساختی بگه براتون جای پارکینگ درست کنه. Let's kill all the lawyers. ویلیام شکسپیر میگه، ویلیام شکسپیر گفته بیاین اجازه بدین همه لویرها رو بکشیم. اتفاقا من انگلستان که رفتم با کشتی رد شدم از اون رستورانی که این اسرا میمده و با دوستا پاپ بهش میگن دیگه، پاپ که میدونین چیه، پابلیک پلیس، حالا فقط پاپ میگن، یعنی خونه های مردمی بوده که مردم اونجا ها جمع می شدن، حالا بعد شده اینجا کافه و نمیدونم اونجا هنوز بهش میگن پاپ. اینه. بعد این دفعه به همسرم گفتم این دفعه اگه برم نمیخوام سوار قایق بشم نه چیزی، میخوام برم اونجایی که اینا بودن تو کوچه پس کوچه ها اینجوری، و اون بغل اون رودخونه همون رستورانی که شکسپیر اونجا میرفته و مینشسته با دوستاش و اینها، و آقای ما به تو بگیم اکبری یا بگیم شیرازی، از بس هم میری فیسبوک زندان میشی و برمیگردی نمیدونیم، باید با اسم قلابی بیا. اتفاقا دیشب کتاب خاطرات فرج سرکوهی رو میخوندم، من هم سر جریان 14 سالگی و روزنامه نگاری بهش فکر کردم. ببین اینا اگر شعور داشتن، اینا اگر 14 سالگی هم شروع کرده بودن، باید میگفتن من چون جسم بزرگ بود، چون فهمم زیاد بود، چون تقلب کرده بودم شناسنامه داداشم رو برده بودم، چون پارتی داشتم، ولی من 14 سالم بوده روزنامه نگار شدم، بعدم اینقدر احمق بودم دستگیر شدم، حالا به عنوان دستگیری تو آلمان دارم مفت میخورم میگردم، تو همه اتاقام هستم، صداشم که ماشالله. اون وقت هر کی هم میاد حرف میزنه میگه من یه دقیقه راجع به این حرف بزنم، خفه شو، یه کاغذ قلم وردار راجع به همه چیزایی که همه میگن، بعد جونت بالا بیاد، نوبتت که شد چند دقیقه صحبت کن. مرسی. گل اکبری میگه آقا این دیوونن دوست ما، یه چیز گفتیم اعصابش ریخت به هم. خب بله، کانال بین شمال و جنوب ایران، فیلمی از پتیک همه فن حریف. آقا این کانال رو شما گفتی، بعدش صحبت‌های آقای شهرام همایون و آقای هوشنگ امیرحمدی رو شنیدم راجع به این که شهرام همایون هنوز داره افتخار میکنه به تونل کندوان که هر سال هم یه چند نفر توش میمردن، و آقای هوشنگ امیرحمدی هم میگه آقا شماها تو 40-50 سال پیش گیر افتادید، برید هی نگید آخوند نمیفهمه، همین آخونده که نمیفهمه به قول سعید کابوسی سوارتونه، مگه میشه این خر بیشتر از اونی که سوارشه بفهمه، اگه بود که خرر میذاشتن بالا. بگذاریم، این فیلمو فرستاده بود و که اگه بشه بین شمال و جنوب ایران کانال بزنن، و من بهش گفتم که ببین سالها این فکر بوده، سالها این ایده بوده، و آخوند بدونی که کانال بزنه رابطه روسیه رو با خلیج فارس برقرار کرد. دوستان اگر نشنیدید تا حالا برید، آخوندا به روسیه قرار گذاشته بودن نفت روسیه رو شمال میگرفتن بین شمال پخش میکردن، جنوب بهش نفت میدادن میگفتن حالا بردا برو، بدون اینکه یه پنی خرج کنن، نفت از بندر شاپور و از بوشهر و از شیراز و نمیدونم از آبادان و از اهواز و ماشهر و آقاجاری را بیفته کرایه بدن بره شمال، نفت و اونجا میگرفت پخش میکرد، نفت و پایین میداد. اون وقت شما میشستی تو کالیفرنیا هی میگین آخوندا احمقن، این رخسانا گنجی احمق که اگر اینقدر شعور داشت، اینم مثل رضا پهلوی با همین من میگه گور پدر بابام که وزیر بوده و پولش و اینها، من این تو آمریکا هستم میرم دنبال کار زندگی، ولی هی میاد میگه اینا احمقن. آقا اونا احمقن، تو که از اون احمقتری بدبخت ذلیل عقب افتاده. بگذاریم، کانال بین شمال و جنوب، آقای پتیک سالها زده شده
و اگه اینا بخوان با هم نفت معامله کنن هیچ سانکشن یا محرومیت، محرومی میگن بله، تحریم نمیتونه روش هم اثر بذاره. اون بالا از اون میده، اون پایین هم اون میگیره میره بماند. حالا دیگه تو دریا یقشونو میگیرن، همین چند روز پیش هم یه کشتی رو زدن، پرچم پاناما چیز ما عجب پدر سوختایی هستن. خب بگذاریم بیایم اینجا ببینیم دیگه چی نوشتیم. و اما درباره پتیک همه فن حریف یا هندیمن صحبت کردم. اگه تو منطقه لس آنجلس و اینا هستید، کاری داشتید باهاش تماس بگیرید، اگه نتونه انجام بده بهتون میگه نمیتونم انجام بدم و الی آخر. مسی علی نژاد یه ویدیویی داره، من رو فیسبوک گذاشتم، اگه دوستان کپی کنن بذارن اینجا ممنون میشم. توی اون میگه من هیچ وقت نمیام، میگه توی اون میاد میگه که من هیچ وقت نمیام به مردم بگم انتخابات تحریم. حالا ببینید چجوری عوض شدن اینها. البته یکی از دوستان نوشته بود خب همه عوض میشن، ما هم عوض میشیم. گفتم بله، ولی ما نمیایم بگیم من هیچ وقت یا من همه وقت، قدر مطلق نمیذاریم. ما میایم میگیم توی این شرایط من رأی نمیدم. اون یکی باید بگه توی این شرایط بهتره برن رأی بدن، بعد به اینای دیگه هم حمله میکنه. شماها که زرنگتر از ما بودید، زودتر اومدید خارج، میگید که این خونه خرابه است، باید ریختش پایین از اول ساخت. میگه زیر این سقف خرابه پدر و مادر و برادر ما دارن زندگی میکنن. یه حرف درست زد این مسیح علی نژاد. ویدیوش هم روی صفحه فیسبوک من هست، برید نگاه کنید. دوستان اگه از صفحه فیسبوک من تماشا میکنید، اون قسمت فالو لایک اینا رو بزنید، چقدر بیحال بازی در میارید. ما که نمیتونیم از اول تا آخر فقط التماس کنیم سابسکرایب بشید، ممبر بشید، پول بدید، فلان. پولم یادمون رفته بود. اون روز دیدم آقای شهرام همایون رو صفحهش نوشته 490 هزار خورده دلار باقی مانده یا کم اومده، یه چیز اینجوری. این برای چیه؟ دوباره 500 هزار دلار میخوان جمع کنن؟ بعد هر روزم میگه وقتی من نیستم روز 2000. آقا خب چی کار میکنی شما با این 2000 دلار؟ همین فیلم نشون میدی برای پیرزنا، مادر منو نمیدونم پدر من نگاه کنن، قربون صدقت کنن، زنگ بزنن. خب که چی بدبخت؟ نمیدونم. خب مرسی سعید گذاشت روش، اگه لینک کنید این عکسو ببینم میتونم پیدا کنم. یا یه لحظه، آها مسیح علی نژاد اینه دیگه. نه شما روی فیسبوک گذاشتی یا روی مسنجر من؟ روی فیسبوک. زود به این زودی دیگه برش ندار، خیلی سریع شدی. وایسا روی فیسبوک مسنجر گذاشته. بله اینجاست، میاده. البته خیلی ها بهش اعتراض کردن، خیلی ها میگن درست میگه. نسخه تحریم برای انتخابات نمیکشن. بیا گوش کنید، یه زایی من بهتون نشون بده. صبر کن خانم مسیح علی نژاد. اون موقع که کلاهی موهای ویزویزی توی کلاه بوده عقلت بهتر کار میکرده. الان از بس هی رنگیش میکنی، کمیکال میزنی به کلت، مغزت از کار افتاده. البته پولایی هم که این ور اونور گرفتی. مسیح علی نژاد را در یک دقیقه بشناسید. اینم چون 10 ثانیه است، ما 50 ثانیه کم داریم. اینجا براتون میذارم، اینم صداش، بچرخونم به طرف صدا. گوش کنید دوستان ببینید چی گفته اون موقع. و امثال من هرگز نسخه تحریم برای انتخابات نمیپیشن. مثلا ما رو از لیست دلایلتون برای تحریم انتخابات خط بزنیم. راجع به تحریم شاید الان دیگه این حرف خیلی معنی نداشته باشه، ولی علارغم اینکه تقلب هم صورت گرفت، اگر بار دیگه باز هم انتخاباتی باشه، من باز هم فکر نمی‌کنم که دوستان ما نسخه تحریم رو تجویز بکنن. و من فکر می‌کنم که الان هم همینطوری، همین کسایی که شما تو فیلم دیدین میگن که جمهوری اسلامی یک خونه پوسیده است که باید فرو بریزه و شما نباید سوپاپ اطمینان باشین برای این انتخابات. ولی من میگم زیر این سقفی که شما میگین داره میپوسه، آدم داره زندگی میکنه، میلیون ها. و ما که حالا یا شماها که زیرکتر بودیم و فرستر بودیم، از اون خونه در رفتیم نمیتونیم فتوا صادر بکنیم که اون خونه باید بریزه و از هم بپاشه. اگر خیلی با هنر داریم، باید برای مرمت اون خونه راهکار بدیم. نمیتونیم فتوا صادر کنیم این خونه بپوسه.
حالا از همون خونه پوسیده ایشون رفته شکایت کرده چون برادرم اذیت کردید، نمیدونم 500 میلیون به من بدید و اینها، بماند و چجوری عوض شده. ضمناً اون دوستی که میگه آقا خب من و شما هم به نسبت قبل عوض شدیم، بله، ولی ایشون ببین حتی از طرف دوستاش وکالت داره، میگه دوستان من هم اینجور و اونجور. دوستان عزیز، ساعت 3:10 به وقت واشنگتن یا نیویورک شرق آمریکا هست و 12:10 به وقت غرب آمریکا. امروز ساعت 3:30 آقای لادن رو داریم تا در رابطه با اسرائیل و برنامه هولوکاست ایران صحبتی رو که یکی دو هفته پیش قرار داشتیم ولی ایشون کاری براش پیش آمد و نتونست با ما باشن، اون رو با هم داشته باشیم. شما در حین برنامه ها میتونید بنویسید، من تا اونجایی که ببینم به موقع و بتونم میخونم، تا اونجایی که بی احترامی هم به مهمان برنامه نباشه هی حرفش رو قطع کنی. خب خودت باش، خودت بودن چشه. این یه برنامه خیلی خوبی بود توی کلاب هاوس و خیلی هم حرفای جالبی میزنن که آقا اگه خودت باشی مردم ما، هم وطنمون، هم شهریمون، هم کلاسیمون، اونا نمیذارن خودت باشی، اونا دیوونت میکنن. خب دوستان درست، حالا تصویرمون اینجوری اینجوری میپره ولی کیفیت تصویر به نسبت برنامه های قبلی، برنامه مثلا 4 برنامه قبل، چون اینو 3 هفته از ما خریدیم، بهتر شده یا بدتر؟ هنوز 1 هفته وقت دارم که این دوربین رو برگردونم، 700-800 دلار باید پول داشته باشم، ولی 300-400 دلارش تا حالا کار کردم، خودم گذاشتم کنار. اگر دوستان هم حمایت کنن ممنون میشم. لازم نیست شما 300-400 دلار باقی مونده رو بدی، 50 دلار، 30 دلار، 10 دلار کمک کنید و ما نمیخوایم ایران آزاد کنیم، نمیخوایم لشکرکشی کنیم و نمیخوایم به شما بگی بیا باشو جزء ما هستیم ما نیستیم، 100 دلار استیکر بخر، 50 دلار استیکر بخر. ضمن اینکه اگر میتونستم این کارو انجام میدادم، یعنی اینایی که این کارو انجام میدن خدا وکیلی باید بهشون یه دست مریضات بهشون بگیم. آقای شیخی میگه اکثر اوقات که مجموعه اظهارات رسانه‌های تصویری و مجازی آن طرف آب که ایران را خیلی عقب مونده ترسیم میکنن را میبینم در بهترین حالت. آقا چرا میگید مجازی؟ این کلمه مجازی سایبر، من نمیدونم چرا توی ایران ترجمه شد مجازی، چون مجازی مثلا تو فیزیکم میگفتن این خودشه، حقیقیه، تصویرش مجازیه. اینو برای من چی میگن؟ تحتوشو در بیارید. چرا میگید مجازی؟ آن طرف آب را خیلی عقب مونده ترسیم میکنن را میبینم. در بهترین حالت میاندیشم که آنها سالهاست به ایران نیامده. این نظر نافی مشکلات متعدد کشور نیست، مانند خیلی کشورهای دیگه، و شایدم با شدت بیشتر. فراموش نکنیم ما تحریم با فشار حد اکثری را به هر دلیل تحمل میکنیم. خیلی درست میگی شما، قبول دارم آقای شیخی، ولی یادتون باشه مسئولین ایران دروغ گفتن به مردم و هنوزم دروغ میگن. و یادتون باز باشه همه دنیا یکی از کارهای مسئولین اینه که به مردم دروغ بگن که مردم پنیک، این پنیک یعنی هول نشن، هراسان نشن. و حتی یه آخوندی بود یه دفعه گفت سیلوهای ما داشت خالی میشد، نشستیم گفتیم اگه به مردم بگیم، مردم که نمیاد صرفه جویی کنن، مردم که نمیاد بره به همسایش بگه حالا که سیلو خالیه من دوتا نمیدونم کیسه برنج دارم بیا یکیش برای تو، حمله میکنن میخرن، قحطی پیش میاد. اونو قبول دارم دوست عزیز، ولی اینی که هی بیان، ببخشید اینو میگم، نمیخوام بگم پوز میدن، هی بیان چوسی بیان، هی بیان نمیدونم گندگوزی کنن که نه ما تحریما برامون خوب شد، خودکفا شدیم، سازندگی بیشتر شد، بعدم اینجوری الان به خاک سیاه بیفتن. هر چیزی رو مردم ازشون ایراد میگیرن بگه برو خونه ترامپ فوش بده، برو کاخ سفید فوش بده. مردک تو مسئولی، تو قبول مسئولیت کردی، یا میتونی یا نمیتونی. همون چیزی که من به رضا پهلوی هم گفتم، گفتم تو قبول مسئولیت کردی، اگه مادرت بهت فشار آورد بیا بگو. خیلی اصلا ازدواج کنن بعد به زنش میگی بابا من اصلا تو رو دوست نداشتم، مادرم مثلا اینجوری گفت، ول میکنن میرن.
آقا تو مردک چرا؟ که بعدا آقای انصاری توضیح داد ماجرای رضا پولوی به این صورت نیست، پولی هست که شاه گذاشته با تراست و آمریکایی‌ها و خارجی‌ها بهش گفته بودن اینا. بذارید من اینو خاموش کنم، یه چیزی اینجا چشمک میزنه، اینو باید شنبه روغن موتورشو عوض کنم. بله مصطلح شده، ناچارن ادا میکنیم. غلط مصطلح خیلی استفاده میشه، درست میگید شما. و وقتی که شما میگید فضای مجازی، ما حقیقتا میفهمیم که منظورتون اینترنتی هست و اینها، ولی اینها دیگه مجازی نیستن، اینها از زندگی حقیقیمون حقیقی تر شدن، از زندگی حقیقیمون بهمون نزدیکتر هستن. تصویر خوبه ولی روشن روشن نیست، چون تصویر پشت سر رنگ قرمز داره، روی رنگ پیراهنت هم تأثیر گذاشته. مگه بابا پیراهنم صورتیه؟ ما الان امروز خواستیم عاشقانه عمل کنیم، داره روز مادر میاد، یه چیز خوشگل بپوشیم. نه نگاه کردم اینجا دیدم پیرنای چیز تمیز ندارم، اون رنگی ها و اینا، این یکی تمیز بود اینو پوشیدم. پیرنه صورتی حقیقتا، ولی اون تصویر رو میگی، بذار ببینم مثلا من پلیر دو رو بذارم ببینم درد تو دوا میشه، اینو مثلا بذارم. البته اینو میتونم هم روشن کنم که اشعه چی میگن اینجوری چیز بفرسه. اوپس، آها نه، اون پیرنه صورتیه. و اتفاقا اگه نگاه کنی این زیرنویس هم صورتی هست، پس برگردیم هم پلیر یک، این نشون میده که رنگامون خیلی حقیقی شده. دلیلش اینه، باز تو کار رادیو تلویزیون یه چیزی هست بهش میگن وایت بالانس. شما قبل از اینکه برنامه شروع بشه یه کاغذ سفید ور میداری، قرار میدی جلو دوربین، بعد عکسشو اینجا نگاه میکنی ببینی اینه که سفیده، این سفید نشون میده، خاکستری نشون میده، آبی نشون میده، اونو تنظیم میکنی که توی دوربینای جدید همشون شده آتو. ما از آتو خیلی خوشمون نمیاد، از اتوماتیک. اتوماتیک برای آدمای معمولیه، وقتی یکم پروفشنال میشی خود به خود دوست داری که خودت تنظیمش کنی. من حتی وایت بالانس هم کردم قبل از برنامه که سفید و سفید نشون بده، سیاه رو سیاه، یا قرمز و قرمز. دستان ممنون، متشکرم، خیلی ممنون. What kind of man wears pink shirt? Excuse me. کم کم میخوای برگردی آبادان و خرمشهر و اینها، آقا رنگ قرمز و اینا چقدر تو ایران آقایون میپوشن. من میبینم مثلا پیرنگرم و شلوارگرمش قرمزه، پالتوش قرمزه، شلوار حالا پیرنگرم شلوارگرم اون موقع قرمز بود. خب و اما توی یکی از این اتاقای چیز بودم، همین راجع به خودت باش خودت بودن چشه، یه آقایی هی میومد دکتر بود، هی بهش گفتن آقای دکتر. من بهش گفتم آقا اینجا اسم اتاق نوشته خودت باش، مگه خودت بودن چشه؟ چرا شماها و دوستانتون به دوستان نزدیکتون نمیگید این القاب دکتر و مهندس و اینها رو وردارن؟ مخصوصا اونی که دندون پزشک که باید بهش میگن دکتر، اونی که نمیدونم دکتر فیزیک بهش میگن دکتر، اونی که دکتر شیمی بهش میگن دکتر. قرار این بوده مدیکال دکتر رو بگن دکتر، برای اینکه اگه یه جایی هست، دیدید تو هواپیما یکی حالش بد میشه صدا میزنه دکتری چیزی اینجا هست، در صورتی که وقتی بلیت میخرن اگه گفته باشه مثلا دکتر سوربی اونجان، اونا رو لیست میان پهلوش میگن آقای دکتر سوربی، ما یکی حالش بده، بعد اونم میگه نه من میدونین رشته صنایع دکترا گرفتم، فقط عقده داشتم اینجا نوشتم دکتر. آقا مدیکال دکتر MD اون باید بنویسه و اون باید بگن، بایدی هم نیست، این بایدم مال موقعی بوده که الان مثل اینترنت نیست بزنی دستت همین دور بر ما. باور کنید توی 4 دقیقه ما بین رستوران البرز و شمس حداقل 7 تا دکتر ایرانی هست، از دکتر چش، دکتر پا، دکتر سر، دکتر نمیدونم گوش گرفته تا دکتر جراح. تو سر سگ بزنی دکتر مهندسه. بعد گفت که میدونید خب منشی من این کار کرده و فلان اینا، این بمانه. بعد یه خانم دیگه اومد، حالا تو اتاق خودت باش، مگه خودت باشی چیه؟ گفت دوستان من سگم پارس میکرد، دوستان بهش میگفتن پارس نکن، بهشون گفتم من شنیدم پارس کردن سگ، گفتم بابا این مزخرفاتیه که فولادوند احمق، این مزخرفاتیه که حقای احمق راه انداختن. کلمه پارس رو دوستان شما بنویسید توی به اصطلاح فرهنگنامه‌های مختلف ببینید، اولا پارس با سین نبوده، با سه نقطه بوده،
بعد ببینید معنیش چیه، بعد چه جوری عوض شده. یعنی نگهبانی و اینها، وقتی میگن سگ داره پارس میکنه یعنی داره نگهبانی میده. البته کلمه درستش واق واق میکنه، اون درسته، ولی این به خانمه میگم خانم تو میدونی اصلا عربا کلمه پ ندارن، به همین خاطر امروز تو شیراز دیگه کسی نمیگه پالوده میگن فالوده، کسی نمیگه استان پارس میگن فارس. اونا رو بگی قبول دارم، ولی این مزخرفات. بعدم حالا تو با 4 تا دختر شب نشستین میگین پارس و فلان، چی عوض میشه؟ اون عربه بن سلمان تو عربستان میگه الاخی استاردینگ تومارو یو دونت کال دم بارس سی پارس. اصلا اونا نمیتونن بگن پارس. اون وقتی میخواد ماشینشو پارک کنه میگه آی بارک اوور در، که آمریکایی‌ها عادتشون در میارن میگن عربا وقتی میخوان ماشینشون پارک کنن میگن من بارک. اینجا بارک صدای سگه. بمانه پارس کردن یعنی مراقبت، محافظت، بیداری و با سین سه نقطه هم بودن. بله میگه نور سمت چپ صورتتون کم هست. آها ببین ای خدا بگم چه کار کنه شما، من یه پنجره اینجا دارم اون یکی رو امروز نبستم. خدای من از دست شما چه کار کنم. آقای شیخی یه دفعه گفت شما قبول دارید که بیننده های شما متفاوت هستن؟ خب از یه لحاظ خوشم اومد، میدونه آدم به خودش میباله، از یه لحاظ میخواستم بگم خب من از همین حمایت نمیکنن هیچ که حالا اینایی که تو ایرانن عذرشون موجهه، ولی اونایی که بیرونن، البته من میخواستم تو ایران یه حسابی باز کنم که شما انیوی یا در هر حال بتونی کمک کنی، ولی اون رو من مثلا بدم به بچهای شاهی جان یا بدم مثلا بچهای دروازه قصاب خونه، یا بدم بچه های فلکه خاتون، یا بدم بچه های شیشگری یا اینها، که نشد فعلا. نور سمت چپ صورتتون کم است، اگه سمت سو را درست گفته باشم، چون بازتاب آینوار شما را ما میبینیم. آهان باریکلا، باز راجع به آینه. این خودکار الان در دست چپ من هست درسته، ولی بعض وقتا میرور ویو میشه و شما، من خودکارو با دست راستم که میبینم شما فکر میکنید من چپ دست مینویسم. اینو قبل از شروع برنامه ما میتونیم تصویر رو به اصطلاح میگن فیکسینگ میرور ویو، یعنی درستش کنیم. توی اسکایپ و اینا هم این پیش میاد، ولی الان خودکار دست چپ من هست. حالا دیگه راست را اینا را میفهمم کجا رو شما میگید. این ور نور زیاده برای که این پنجره این وره. توی کار رادیو تلویزیون هیچ وقت شما نباید به نور بیرون به اصطلاح دل خوش باشید. یه دفعه نور خوبه، یه دفعه هوا چیز میشه. به همین خاطر استودیوهای درست حسابی پرده های ضخیم میزنن، درار میبندن، رنگ مشکی میکنن که با نوری که خودشون تنظیم میکنن. من باز میخواستم یه چیزی بخرم که دیگه خودم از اینجا دوتا نور رو تنظیم کنم، کم و زیاد کنم، گفتم دیگه تومچ میشه. بعدم ما که اینجا نمیخوایم رقص عربی برقصیم که حالا مثلا سایه شکمم معلوم نباشه، سینم بزرگ نباشه، کوچیک نباشه. ما نشستیم، شما قیافه ما رو چند سال یا چند مدت تحمل میکنی. خیلی ممنون، متشکرم. و اما زنامردان علاج درد خود جستن بدان ماند. خانم شیوا محبوبی، زنامردان علاج درد خود جستن بدان ماند که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقرب. چقدر قشنگ بعض وقتا شعر میگن. حالا این نامه‌ای که شما می‌نویسی برای بروس جانسون یا نامه‌ای که برای یونایتد نیشن می‌نویسی، اینا اینجوریه. ای کاش خمینی هم مثل شما آدمای خوب باور، خوش دل خوش باور بود و نشسته بود همینجوری نامه می‌نوشت. هر شنبه دعوت میکرد بیان بریم جلو سفارت چین، هر یک شنبه دعوت میکرد بیان بریم تو خیابون نمیدونم پاسدارا جلو زندان. هنوزم که هنوز تو عراق نشسته بود یا توی نفل لوشاتو یا همچیزی. نیست، اینجوری نیست. این شعر رو به خاطر بسپارید. زنامردان علاج درد خود جستن بدان ماند که خار را از پا برون آرد کسی با نیش عقرب های. اینجام راجع به دکتر بودن و MD نوشتم. قدیما من باشون شوخی میکردم، میگفتم MD مدیکال دکتر نیست، الان شده مینتین دیزیز. کدوم یک از شما اگر 5 سال پیش رفتید دکتر بهتون گفت این قرص کلسترول بخور، بهت گفت که بعد 6 ماه دیگه گوشت نخور، اینو نخور، اونو نخور تا کلسترولت خوب بشه؟
همین جوری به تو کلسترول میدن، چون بابت این قرص کلسترول، بابت اون قرص ادرار، بابت اون قرص فشار خون، بابت اینا، اینا کیک بک میگیرن، مسافرت کنکون میرن، هتلای اینجا رو بهشون میدن، نمیدونم خوراک بهشون میدن، چی میدن، زور تا زور نمیدونم براشون نهار و خوراک میارن. یه روز که نشستید اونجا دیدید یه خانم خوشگلی اومد قهوه و صابون و اینا آورد، این بدبخت دلیوری نمیکنه. این همون چیزی بود تو ایران بهش میگفتیم ویزیتور دکترا، این اونه. براشون اول صابونه میاره، بعدن قرصرم میذاره، بعدن نسخه ها نسخه چاپ میکنه، اسم دکتر شما رو قرص لیپیتور پرینت شده. خب for next 10 minutes anyone donate to مردم تیوی. دوستان سعید میگه که تو 10 دقیقه آینده، حالا دیگه شد 6 دقیقه، هر کسی حمایت کنه تلویزیون مردم رو. کاش خانمم اینجا بود از دور میگفتم 50 دلار 100 دلار میکنن این کارا رو، باور کن تلویزیون های دیگه این کارو میکنن. خب دوستمون اردشیر 100 دلار فرستاد، اردشیر شیخی حالا نوشته آقا میری. خب بله، این مچ کردن توی سیستم آمریکا کار میکنه، شما دونیت که میکنی دو برابر میکنن، سه برابر میکنن. ممنونم ازت. حالا اگه کسی هم مچ نکرد، خودت بالاخره بعدا اگه دوست داشتی حمایت کن. الان که دیگه مکزیک کم میری و میای خرج یه مکزیک تو بفرست برای تلویزیون مردم. خب اینم از این. نه نه نه، اینو قطع نکنم. End Life TV. نه بابا اشتباهی رفتم تو صفحه اون یکی. خب برنامه‌های تاک شو و گفتگو با حضور مردم در این شرایط بد، اینو قبلا هم گفتم. ابوالقاسم سلیمانی، آها راجع به این دکتر و اینا، اون روز به این آقای دکتره گفتم، والا ما هم اینجا یه آقای دکتری بود، دکتر ابوالقاسم سلیمانی نبود، صمدانی، این یه دانشگاهی باز کرده بود گلوبال یونیورسیتی. بهش گفتم این کجا بوده، گفت نه هیچ وقت شروع نشد، همین جوری بود، اون مجازیه، اون دروغه. بعد گویا به میبودی، به میرفسفس، به سعید سکویی، به همه اینا دکترا داده بود. گفتم آقا من چه احتیاج دارم تو من دکترا بدی، اگه به کاغذ و چیه، من کس تو دفترم نمیاد تو بره، بعدم 100 تا چیزای دیگه دارم. من ترجیح میدم همون پی ای پرودوسر اسیستنت لایسنس رو بزنم اینجا، همون لایسنس مال اینشورنس. من 53 تا شرکت لایسنس اینشورنسشون دارم که هر کی خواست بهش نشون میدم. بهتون گفتم یه دفعه رفتم برای آل استیت کار کنم، آقای مو پارسای مصدق پارسای خودش 3 تا لایسنس داشت. بعد به من گفت لایسنس داری؟ گفتم بله. اینقدر کارت گذاشتم جلوش، گفت آقا با این که میشه ورق بازی کنی؟ گفتم بله، چون اون شرکت که من بودم باید اون وقتا هم مثلا نبود با کامپیوتر، باید زنگ میزدی به همشون، اینا قبل از سال 2000 بود. من امریکن اینشورنس ایجنسی تو استرلینگ دفتر من بود، خودم اصلا راش انداخته بودم، خریده بودم، کورپوریشنش کرده بودم، با 53 تا شرکتم کار میکردم. وقتی شما میمدی بیمه بخری برای 53، اون موقع که هیچ به این فکر نبود، میفرستادم از هر کدومشون نرخ میگرفتم. ببین چقدر کار میکشه، با فکس برای همه بفرستی، اونا برات فکس کنن. الان این کارو شرکت‌های بزرگ انجام میدن، همین اینشورنس و ایشورنس و اینا، شما رو اینترنت میزنی اون برات مینویسه پروگرسیو انقدر این انقدر این انقدر. در اصل اون هم زمانی بود و بگذشت. خانم من تا امروز میگه تو به خاطر کار تلویزیون اون اینشورنس و اینا رو ول کردی، اون پول خوب، اون درآمد خوب و برای خودت دردسر درست کردی، هیچ پولی هم نمیسازی و عکس ما سرمایه شما رو بالا میکشیم نشون دادیم و 200 میلیون واکسن در 100 روز زده شد. آفرین به بایدن. بایدن پریشب سخنرانی کرد، خب پیرمردیه، اونجوری که باید شاید انرژی نداره، ولی ننگ بر افرادی مثل تد کروز و دیگران که ببینید چقدر پستن که به اصطلاح کارهای خوب اینو نمیبینن، فقط از ضعیف بودنش یا از اینکه یک کلمه رو دو بار گفته، اونم کی؟ بعد از ترامپی که کلمه رو، این ترامپ به اوریجین میگه اورنج، و البته جیمی کیمل خیلی حرف درست زد. سعید و دیگر دوستانی که این برنامه کمدی شبا رو نگاه میکنید، حتما گوگل کنید جیمی کیمل و اون مای پیلو گای، اون مرد که معتاد، رو نگاه کنید. پریشب بود و جیمی کیمل گفت که اصلا شما مقایسه نکنید جو بایدن رو با ترامپ، چون مقایسه
اپل با اورنج، یعنی سیب با اورنج، این چون پوستش رو رنگ میکرد بهش میگفتن اورنج. ضمناً جولیانی رو به اصطلاح ریختن تو خونش گرفتن اینها، اون وقت هم شما اینجوری کاغذها رو پاره میکردین انگار عصبانی بودیم و چرا میخواستیم دیگه هی دنبالش نگردیم ببینیم این چی بوده. جا هم کمتر میگیره. دوستان عزیز بریم سراغ آقای امیر حسین لادن. این صفحه و سوالات رو نوشتم اینجا که بله جونیالی هم کله پا شد، حالا منتظریم که ترامپ هم گندش بالا بیاد. و جولیانی هم یکی از اونایی بود که مجاهدین بهش خیلی پول میدادن که بیاد براشون حرف بزنه، پولا رو گرفت، حرفا رو زد، حالا هم FBI ریخت تو خونش چون میخوان سر ماجرای یوکرین و اون تقلبایی که با ترامپ و اینها انجام داده یقش رو بگیرن. ضمناً پسرش هم گویا برای ترامپ کار میکنه. همینایی که هم میگن نپتیزم، نه نپتیزم، وقتی خودیار استخدام میکنی، همینایی که میگن چرا مثلا پسر بایدن این و اون، پسر جولیانی برای ترامپ کار میکرده. بریم سراغ آقای لادن عزیز. کجا هستن ایشون؟ اندیشکده. آها اینجاست. چرا رفت پایین؟ پیداشون کنم. بسیار عالی، خیلی خوشحالم، مخصوصا این دفعه. یادم دفعه قبل ما یکم داشتیم چونه میزنیم با آقای لادن که امسال با ما بیشتر باشن و اینها، یه دفعه اشکالای پیش اومد و این بنده خدا خوب کار داشت و اینها و مجبور شدن که به کارشون رسیدگی کنن، ولی خیلی خوشحالم که امروز با ما هستن. آقای لادن بهتون سلام میکنم، خوش آمد میگم، ممنونم که با ما هستید. این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده، اگر میخواین حال احوالی بپرسید بپرسید تا من بیام سراغ شما با اون سه تا سوالی که دارم و اضافه بر اون درباره ماجرای ظریف هم صحبتی داشته باشیم. حتما. درود بر شما، بر بینندگان تلویزیون مردم و بر همیهنانمون. من اتفاقا دقیقا به همین گفته شما داشتم فکر میکردم که اون دفعه صحبت از این شد که بیشتر با هم باشیم، من یهویی یک ماه غیبت داشتم، ولی متاسفانه کاری از دستم بر نمیاد. ولی خیلی خوشحالم که الان در کنار شما هستم و میتونیم گفتگوی داشته باشیم. خیلی ممنون. اون آخرین مقاله ای رو که قرار بود راجع بهش صحبت کنیم این بود که اسرائیل و برنامه هولوکاست ایران. دوستانی که نمیدونن اون هولوکاست هم ماجرای کشتار یهودی ها و کلیمی ها و آتش زدنشون اینها هست که هر روز هم به یه نوعی هنوز به اصطلاح اینها دربارش صحبت میکنن و همه دنیا را به اصطلاح مسئول میدونن. 400 سال پیش از میلاد سرزمین یهودیه زیر نفوذ امپراتوری روم بود و یهودیان هم به وسیله مجلس خبرگان اداره میشدن. در اون مقاله شما می نویسید در ادامه این که مردی از اهالی گالیله در مراسمی در سامره به قتل می رسد، یهودیان اورشلیم برای انتقام به آنجا یورش می برند، کودکان و سالخورده ها را می کشند و منطقه را به آتش می کشند. انتقام جویان شعارهای تنها یک خداوند وجود دارد، تنها یهوه وجود دارد را می دادند. با اشاره، حالا پرسش ما این است، شما با اشاره به مجلس خبرگان و تنها یک خدا وجود دارد و اون یهوه هست، آیا شما میخواین بگید که شباهت های زیادی بین رژیم فقاهتی و رژیم صهیونیستی وجود داره؟ برداشتتون کاملا درسته. مذاهب در اصل یهودی و فرقه‌ای هستن، بنابراین در چارچوب های کاملا به یکدیگر شباهت دارن. برای مثال همشون نیاز به گله متدینین دارن. بنیادگراهای یهودی، مسیحی و مسلمان همه میخواهن آموزش و پرورش رو مذهبی کنن و اداره کنن. همه دنبال برقراری قوانین مذهبی به جای قوانین مدنی در جامعه هستن، مانند ده فرمان یا قوانین شریعه، و همه شون مروج مهمات مذهبی و عوامل غیبی هستند.
چند نمونه از این ادعا رو با هم مرور میکنیم. جری فارول از رهبران فرقه بپتیست در آمریکا بود که در باره طوفان کاترینا که خاطرتون باشه 16 سال پیش در ایالت لوئیزیانا پیش اومد، 1600 کشته به جای گذاشت و اون سونامی که اون سیلی که راه انداخت شهر نیو اورلینز رو تخریب کرد، 80% از ساکنان شهر بی خانمان شدن. و این آقا، این جری فارول در این مورد میگه نیو اورلینز این توی گیومست غرق در گناه شده بود و خداوند نظرش رو از آنان برگرداند و غضب کرد. جان اگی رهبر صهیونیست های مسیحی در آمریکا در مورد طوفان کاترینا میگه این تو گیومز قرار بود در شهر نیو اورلینز یک راهپیمایی به وسیله همجنسگرایان برپا شود، خداوند غضب کرده شهر را نابود کرد. اما در ژانویه 2010، 11 سال پیش، زمین لرزه‌ای با قدرت 6 ریشتر کشور هایتی رو به لرزه در آورد. 250 تا 300 هزار کشته و 1.5 میلیون بی خانمان به جا گذاشت. پت رابرتسون از آخوندهای مسیحیان متولد دوباره در برنامه تلویزیونی این گروه که به طور متوسط 10 میلیون بیننده داره درباره زمین لرزه هایتی میگه در گیومه، مشکل مردم و کشور هایتی قراردادی است که آنان با شیطان بستند. زمانی که آن کشور زیر سلطه فرانسه و ناپلئون سوم بود، از شیطان خواستند که به ایشان کمک کند که از شر فرانسه و ناپلئون نجات پیدا کنند. در مقابل آنان خود را در اختیار او شیطان خواهند گذاشت. شیطان پذیرفت، کمکشان کرد و از زیر سلطه فرانسه نجات یافتند. ولی از آن به بعد مورد قهر و غضب خداوند واقع شدند و این سرزمین و معذرت می‌خوام و این زمین لرزه نمونه‌ای از غضب خداوند است. این آقای پت رابرتسون برای اثبات این گفتش میگه که جزیره اسپانولا به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمت کشور دومینیکن و قسمت دیگر هائیتی میباشد. دومینیکن کشوری موفق، سالم و غنی است، در صورتی که هائیتی کشوری بیچاره، ناسالم و فقیر است. این پایان گیوم است. این حرف و این ادعا 100% نادرسته. هر دو تا کشور مانند یک دیگر بیچاره و فقیر هستند. و اما میرسیم به مهمات در اسلام. در اینجا منظورم نشون دادن مهمات. سخنان چند تن از بزرگان رژیم فقاهتی رو با همدیگه مرور میکنیم. فکر کنم اینو یک بار پیش به اندازه یک سال پیش در موردش گفتگویی داشتیم. احمد جنتی که دبیر شورای نگهبانه در مورد زمین لرزه میگه این توی گیومست، با دعا و توسل، عبادت، خیرات و توبه میتوان جلوی زلزله را گرفت. احمد خاتمی میگه هیچ کس جز معصومین که علم غیب دارند نمیتواند زمان زمین لرزه را مشخص کند. ما در قرآن آیه ضد زلزله داریم. اگر کسی شب یا روز آیه 41 از سوره فاطره را بخواند، خانه بر سر او خراب نخواهد شد. این پایان گیوم است. و نفر سوم که باز از این مهمات میگه کاظم صدیقی تو گیومه، میگه بانوانی که ظاهر مناسبی ندارن باعث گسترش زنا در جامعه میشوند که این باعث زمین لرزه است. پایان گیومه. ببینید، از دید مذهب منشأ تمام حوادث، خوب و بد، شر و خیر، عوامل غیبی و خدا هستند.
حالا اون بر سکرم یه نگاهی با هم میکنیم. تاماس جفرسون از پدران آمریکا میگه تعصبات خشک و دنبال روی کورکورانه را بدون ترس رها کنید، زیرا باعث رکود اندیشه و تضعیف عقل می شود. هرچه را می گویند مطلق است زیر پرسش ببرید، حتی وجود و هستی خداوند را، زیرا اگر خدا وجود دارد او این نوع تفکر، دید و اندیشه را به اطاعت کورکورانه ترجیح می دهد. جیمز مدیسون که یکی دیگر از پدران آمریکاست، ببینید چی نوشته، این یه خیلی کوتاه ولی تو گیوم است. نتیجه قرنها بحث و گفتگو و کشمکش در مورد مذهب، تنها ارمغانش تکبر و تنپروری روحانیون و جهل و نوکرمآبی عوام بوده است. سپاسگزارم. ممنونم از شما. البته بعد من یه سوالی راجع به این پدران آمریکا از شما دارم که حتما. ما خیلی به اینها به اصطلاح استناد میکنیم ولی بعد از اون ور میبینیم که توی فاصله 1776 تا حالا آمریکا چجوری شد که یک کسی مثل ترامپ آمد و رئیس جمهور شد. شما توی اون مقاله نقل قول میکنید از کارل پوپر که مینویسه، شما مینویسه تئوری قوم برگزیده بر اساس این تصور است که خدا یهودیان را انتخاب کرد که ابزار ویژه او و وارث زمین باشند. به اصطلاح تردیدی نیست که این توهم زاییده زندگی اجتماعی قومی یک قبیله می باشد. سوال اینه که توهم قوم منتخب خدا بودن، توهم برتری و تافته جدا بافته بودن چه رابطه ای با سرنوشت یهودیان داشته است؟ من این اضافه میکنم که میبینیم تو همه ادیان یه چیزی مثل این هست، حتی در رابطه با امام زمان و اون 13. البته میدونم شما با این مقایستون اینا رو نزدیک هم میبینید، پس بهتر من ساکت بشم، ببخشید شما اونو نه بفهم. بله بله، میخوام بگم یعنی من فکر میکنم روزی که اینا شروع کردن گفتن همین جمع قلیلی که اینجا هستن ما اینا رو یه جوری تافته جدا بافته کنیم تا فعلا بمونن ببینیم بعد چی میشه، ولی دوستان یهودی دستبردار نیستن و خود رو واقعا چوزن میدونن یا منتخب. بفرمایید. البته نمیخوام اینو زیاد کشش بدیم، ولی غیر از تمام شباهت هایی که وجود داره، تنها قوم یا تنها گروهی که خودشونو از دیگران جدا میدونن یهودی ها هستن، بقیه مذاهب خودشونو جدا نمیدونن. به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، باور یهودیان اینه که منتخب، برگزیده و فرزند محبوب خدا هستن. تصور میکنن که روح، این توی تورات، روح فرزندان اسرائیل با دیگران متفاوت است و در رده فرشتگان قرار دارد. توهم برتری مشکل چند هزار ساله ایه که یهودیان رو دچار تضاد با همسایگان، خصومت با قوم‌های دیگه و دشمنی با دیگر باوران کرده. توهم برتری یهودیان رو نزدیک به 2000 سال تو کشورهای مختلف جهان آواره و سرگردون کرد و مورد تعدی و تعرض قرار داد، زیرا این توهم در حدی بود که یهودیان دیگران را قبول نداشتند، با مردم و فرهنگ کشوری که توش زندگی میکردن همراه و همساز نمیشدند، تنها دنبال منافع خودشون بودند و از دیگران جدا زندگی میکردن. یک سال پیش در یکی از گفتگوهامون در مورد پاگرام صحبت کردیم. پاگرام آزار و یورش به یهودیان در کشورهای اروپایی بود. پاگرام یکی از ضایعات و عکس‌العمل‌های توهم برتریه، همراه و همساز نشدنه، جدا زندگی کردنه. یعنی یهودیان خودشون رو جدا می کردن. امروز این توهم برتری در اسرائیل حکم فرماست. دید و روش برتری جویی
اینها این آقایون در رابطه با همسایگان و دیگران نتیجهش تضاد و خصومت و دشمنی بوده. چند نمونه رو با هم مرور میکنیم. نخست، سه روز پیش دیدبان حقوق بشر یک گزارشی نوشت که رفتار اسرائیل با شهروندان فلسطینی این تو گیوماس شاهد ارتکاب جنایت، تبعیض نژادی و آپارتاید است. این گزارش دیدبان حقوق بشر. و اما حالی چند تا نمونه رو نگاه میکنیم از زبان، از قلم بزرگان صهیونیسم و اسرائیل. همش هم مستند، هر کی هم بخواد تمام کتاب و اسناد و خدمتشون میدم. اولیش هست احد هاآوی، از پایه‌گذاران فرهنگ صهیونیستی. پس از یه سفری که به فلسطین میکنه پیش از پیدایش اسرائیل مینویسه، این در گیوماس، رفتار یهودیان با فلسطینی ها و دیگران در منطقه انزجارآمیز است. یهودیان که در دوران آوارگی بنده و برده بودند در فلسطین دیکتاتوری و فرمان روایی می کنند. رفتارشان با اعراب خصمانه و خشونت آمیز است و هیچ حق و حقوقی برای آنان قائل نبودند. این پایان گیوم است. این یکی از بزرگان صهیونیست. نفر بعدی اسمش هست موشه اسمالینسک که از پیشگامان و رهبران صهیونیست بود، از پایه‌گذاران کشور اسرائیل. می‌نویسه زمانی که پارلمان اسرائیل رأی داد که زمین‌های کشاورزان فلسطینی را غصب کنند، آیا یک یهودی اعتراض کرد که این کار نادرست است؟ این آقای اسمالینس یک مسئله را محکوم می‌کنه و اون یه باوریه که یهودیان در اسرائیل داشتن و دارن. میگن که یهودیان میگن اسرائیلی ها هیچگاه اشتباه نمی کنن و اشتباه تنها از دیگران در سراسر جهان است. این گفته رو اسمالینسک محکوم کرد و گفت این اوج توهم. و اما توهم برتری و تبعیض در اسرائیل گفتم حکم فرماست. اسرائیلی ها تنها در رابطه با فلسطینی ها و غیر یهودیان نیستش که تبعیض قائلن. در اسرائیل دو گروه یهودی وجود داره، دو گروه اصلی. یه گروهش یهودیان سفید اروپایی هن که معروفن به اشکنازی و گروه دوم گروه های غیر سفید هن که معروفن به سفاردی و در حدود 60% جمعیت اسرائیل سفاردیه، ولی حقوقشون مورد تجاوز و تعرض یهودیان اشکنازی. یزقل کافمن استاد تورات و تاریخ اسرائیل در دانشگاه عبری اورشلیم می نویسد در گیومه صهیونیسم بر پایه پدیده ضد یهود بنا شد. نه تنها یهودیان باعث مشکلاتشان بودند، بلکه در بروز این ضدیت نیز نقش داشتن. پایان گیومه. حالا میخوام در یه چیزی رو از تئودور هرتسل، پایه گذار و پدر صهیونیسم که همون کتاب یودن شتات یا به انگلیسی جویش استیت و به فارسی کشور یهودی، ایشون اون کتاب رو نوشت و پدر صهیونیسته، میگه در پاریس که بودم تماس گرفتم و یک نگاهی کردم به یهودیان و زندگیشون، تصویر دردناکی رو ارائه میداد. رفتارشون نامناسب با دیگران، نگاه های دزدگی و حیله‌گرانه. بعد نتیجه گیری میکنه، میگه باید به یهود ستیزان حق داد. ولی از این موضوع یه دونه بهره برداری هم میکنه و این خیلی هم کمک میکنه به وجود آوردن اسرائیل. ببینیم چی نوشته. میگه در مورد مهاجرت یهودیان،
میگه که وقتی غیر یهودیان داره راجع به اروپایی صحبت میکنن متوجه میشون که با تشکیل یک کشور یهودی از شر آنان راحت میشون، بیچون و چرا از آن پشتیبانی خواهند کرد. این دیگه پدر صهیونیسته. سپاسگزارم. این خیلی جالب بود، تا حالا من نشنفت بودم، ولی جالبه، یعنی پیدایش اسرائیل برای این بوده که از شهرشون راد. خب شما توی این نوشته اشاره میکنید به سخنهای آوی کوخاوی رئیس ستاد ارتش و بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل، اولی گفته که باید برای حمله به ایران تدارکات لازم رو ببینیم و دومی میگه که هر جنگی در منطقه غیر نظامیان بسیاری را درگیر خواهد کرد. پرسش اینجاست که آیا شما بر این باور هستید که اسرائیل مشغول زمین سازی برای جنگ است؟ یه مسئله آمریکایی میگه اگه شبیه اردک، مانند اردک شنا میکنه و مانند اردک کوک کوک میکنه، باید اردک باشه. وقتی ما ببینیم که نخست وزیر اسرائیل مدعیه که ایران برای موجودیت اسرائیل خطرناک، رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگه که فرمون داده برای حمله به ایران تدارک ببینن، وزیر دفاعش هم تهدید میکنه که جنگ در منطقه غیر نظامیان بسیاری را درگیر خواهد کرد، بنابراین باید به این نتیجه برسیم که سر جنگ داره. دلیل دوم، کارنامه تجاوزها و تعرضهای 7 دهه گذشته اسرائیله که احتمال جنگ و درگیری رو بیشتر میکنه. چند برگ از این تاریخ کوتاه اسرائیل رو مرور میکنه. ایرگون نام یک شبه نظامی تندرو در اسرائیل بود که در نیمه های شب حمله میکنن به دهکده دریاسین در غرب اورشلیم و وقتی بعضی از فلسطینی ها میخوان دفاع بکنن، اینا تصمیم میگیرن، اسرائیلی ها تصمیم میگیرن که دهکده رو خونه به خونه منفجر کنن با نارنجک و با بمبای دستی میزدن و کسانی که میخواستن فرار کنن میبستنشون به مسلسل. این موضوع رو نیمه های شب شروع کرده بودن، تا غروب روز فردا زمان میبره که همه رو نابود کنن و جزیره دریاسین از بین بره و بیشتر از 250 جسد زن و مرد و بچه به جا مونده بوده که اسرائیلی ها این جسد رو میبرن توی یه دونه پرت میکنن توی یه دونه معدن سنگ. هاگانا، این گروه بعدی، این هاگانا بزرگترین و اصلی ترین سازمان نظامی یهودیه که بعداً تبدیل شد به وزارت دفاع و شد قشون دفاعی اسرائیل، یعنی نطفش در هاگاناست. اینها در فلسطین در آخر، در روز آخر سال 1948 همراه با سرویس اطلاعاتی هاگانا که نامش بوده شای به منطقه هایفا شبیخون میزنن. بن گوریان که رهبر صهیونیستا بوده دستور داده بوده که تا میتوانید مردها را بکشید، وسائل این تو گیوم است، وسائل زندگیشان را نابود کنید. بعد یورشیان با این دستور نه تنها خونه به خونه میرفتن و مردان را بیرون میکشیدن و به رگبار میبستن، بلکه نیمی از خانه ها رو با پرتاب نارنجک منفجر میکردن و ساکنارش رو به مسلسل میبستن و میکشتن. اینا همه اسنادش هست. اتفاقا این سندی که الان دارن در موردش براتون میخونن، نویسندهش یکی از بزرگترین تاریخدانان اسرائیله به نام بنی مورس. این حملات برنامه ریزی شده و هدفمند بودن، پیوسته و سیستماتیک انجام میشدن. گفتم برنامه ریزی شده، میخوام اونو بهتون بگم چرا. یوسف وایتس رئیس صندوق ملی یهود می نویسه در گیومه، باید بدانید که جا برای هر دوی این مردم، یعنی فلسطینی ها و یهودی ها،
در این سرزمین وجود ندارد. پایان گیوم است. بعد ادامه میده. میگه در این رابطه نمیتوان سازش کرد و نه کوتاه آمد. ما نباید حتی یک دهکده و گروه و قوم از آنان را در این کشور باقی بگذاریم. خب این دستور عمله. پس بنابراین برنامه ریزی شده است. این کشدارها ده ها و ده ها بار تکرار شد که از 900 هزار فلسطینی در اون منطقه بیش از 750 هزار تن رو مجبور به فرار و اخراج کردن. سند این یکی باز دوباره توی یکی از کتابای مشهور اسرائیلی، نویسندهش از بزرگان اسرائیل. ولی حملات و خشونت و کشتار ادامه داشت. آریل شارون که فکر کنم همه با نامش آشنا هستند، در دهه 50 میلادی چندین عمل نظامی رو رهبری میکنه. در سال 1953 50 خانه رو در روستای قبیه به آتش میکشه و 69 نفر رو میکشه. در سال 1982 حمله فاجعه آمیز به کشور لبنان طرح و پیاده میشه به وسیله آریل شارون که هزاران کشته، ده ها هزار مجروح و صدها هزار آواره به جا گذاشت. یعنی جنگ داخلی لبنان رو به وجود آورد. شارون شخصاً بر کشتار دست جمعی اردوگاه پناهندگان صبرا و شتیلا در بیروت نظارت میکنه. تعداد کشتار بیش از 3500 زن و مرد و کودک برآورده شده و دو روز و نیم طول میکشه. میر شایمر و والت هر دو پژوهشگر و نویسنده یهودی آمریکایی هستند. در کتابشون می نویسن در گیومه: اسرائیل در قتل عام آوارگان فلسطین در اردوگاه های پناهندگان شرکت داشت. هدف اسرائیل در آغاز تصرف فلسطین و تشکیل کشور یهودی بود. هدف بعدی اسرائیل گسترش مرزهای کشورش بوده. اسرائیل لبنان رو نابود کرد، عراق رو به وسیله آمریکا ویران کرد، سوریه رو تکه تکه کرده و با آتش کشیده. آخرین مانع اسرائیل، این در پاسخ به پرسه شد، آخرین مانع اسرائیل برای گسترش مرزهاش و کنترل منطقه خاورمیانه ایرانه. آنچه وزیر دفاع اسرائیل میگه خوشدار نیست، تهدید به قتل عام ایرانیانه. قصد رئیس ستاد ارتش اسرائیل نابودی و تجزیه ایرانه. نتانیاهو طی 25 سال گذشته اونقدر ایران رو به آلمان نازی تشبیه کرده که باورش شده. من میگم میخواد، نه تنها باورش شده، میخواد انتقام تسلیم گوسفندوار یهودیان در مقابل آلمان از ایران بگیره. ما یه هشدار و اعلام خطر میخوایم بکنیم به اسرائیل، عربستان و دیگر دشمنان ایران و انسانیت. دست از توطئه و دسیسه های اهریمنیتان بردارید. کوچکترین آسیبی به ایران شما را برای همیشه هدف 80 میلیون ایرانی خشمگین انتقامجو قرار میده. ما ایرانیان تکلیف خودمون رو با رژیمی که میگوید شعار چو ایران نباشد تن من مباد نادرست است و ایران سرزمین اسلامی است، فرهنگ ایرانی باید حذف شود، مشخص میکنیم. ما ایرانیان تکلیف خودمون رو با آخوندهایی که حق انتخاب مردم رو غصب کرده، هستیمون رو به چپاول برده، آینده کشورمون رو به حراج گذاشته و ما رو در معرض یورش نظامی قرار داده
مشخص میکنیم. وظیفه و مسئولیت ما ایرانیان نخست براندازی رژیم ضد ایرانی و فرقه‌ای آخوندی است و دوم برپایی حکومت مردم سالار ملی ایران. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. شما من این چند روز گذشته ماجرای نوار یا مصاحبه ظریف رو شنیدید و دنبال کردید. البته برگردم به اسرائیل، الان خود موقعیت اسرائیل هم مخصوصا در رابطه با عربستان سعودی بعد از رفتن ترامپ خیلی خوب نیست، اونم امیدوارم به نفع، نمیخوام بگم به نفع آخونده، ولی به نفع ایران و ایرانی‌ها تموم بشه. نظر شما درباره این برنامه و سر صدای نوار ظریف چیه؟ چی فکر میکنید کلا؟ پرسش البته خیلی به جاییه، برای اینکه این واقعا الان یک مسئله مهمیه. ببینین، به نظر من باید بهش اینطوری نگاه کرد که یک مسائل رو بیان کرده، دخالت و خودسری سردار سلیمانی، دخالت و کارشکنی روسیه در کار دیپلماسی در ایران و چیزهای دیگه. یعنی میبینیم که یک مسائلی بیان شده، ولی در ضمن یک مسائلی بیان نشده، ولی تو لابلای سخنان هست و میشه اونا رو بیرون کشید و مرور کرد. برای مثال، آیا نحوه و زمان انتشار این نوار از ارزشی برخورداره؟ آیا ربطی به مسائل داره؟ در ایران در حال حاضر با دو موضوع اساسی روبرو هست. نخست میخوایم تحریم ها لغو بشه و برگردیم به برجام. دوم انتخابات رئیس جمهوری. یعنی این دوتا از مهمترین موضوعاییه که الان وجود داره. وقتی به این موضوع فکر میکنین، تردیدی در ارتباط این دو موضوع با انتشار وجود نداره. یعنی انتشار این مسئله، زمانش و نحوش خیلی مهمه. ظریف میگه که سپاه راه حل‌های نظامی رو به دیپلماسی ترجیح میده. ببینید، در درون رژیم در رابطه با تسلیحات هسته‌ای دو دید و باور متضاد و متفاوت وجود داره که دو جناح در مقابل یکدیگه قرار داده. دولت، یکی از جناح‌ها، در تلاشه که برجام رو برقرار کنه، کشور رو از تحریم‌های اقتصادی و سقوط مالی نجات بده. حکومت، یعنی اصولگراها و سپاه، میخوان برجام شکست بخوره و اونا بتونن پروژه تسلیحات هسته‌ای رو به نتیجه برسونن. هر دوتا جناح هم برای اثبات دیدشان از یک منطقه قابل توجهی برخوردانه، یعنی حرفشون بیپایه نیست. دولت میگه که حتی یک روز نباید تأخیر کرد، برای اینکه واقعا زندگی کشور و ملت لنگه، نه اینکه اونا فکر مردم هستن، اونا فکر کارا و برنامه‌های خودشونه. حکومت هم به نظر من منطقش در اینجا درست. حکومت شاهده سیاست‌های آمریکای ترامپ بود که چجوری همینطوری بدون هیچ مسئله رو کنسل کرد. الان مدتیه که مرتب ضربات پیوسته اسرائیل رو تحمل میکنه. من فکر کنم در یکی از نوشته‌ها، مال نیویورک تایمز بود، اشاره شده بود به این که 200 بار شبه نظامی های ایران مورد تعرض اسرائیل قرار گرفتن و اصلا ظریف میگه من نمیدونسته. خب همونطور که میبینیم این دوتا جناح هر دوشون در درجه نخست دنبال بقای خودشونن، ولی یکیشون دولت و دومیشون حکومت دلایل منطقی هم برای خودشون دارن. در این رابطه برید نگاه کنیم به اسرائیل، نقش اسرائیل. تنها کشور مسلح به تسلیحات هسته‌ای تو منطقه اسرائیل، ولی نمیخواد
کسی دیگه به این مسئله دستیابی پیدا کنه. و الان به این نتیجه رسیده، این یک احتماله، من در جای خودم ندیدم ولی این احتمال وجود داره که اسرائیل داره پشت پرده در ظاهر داره با بازگشت ایران، آمریکا و اروپا به برجام مخالفت میکنه، مبارزه میکنه، ولی در پشت صحنه داره آمریکا و اروپا رو تشویق میکنه که این مسئله انجام بشه. دلیلش چیه؟ ضد اطلاعات و موساد به حکومت در اسرائیل اطلاع داده که مسئله که ایران دستیابی پیدا کرده به اون چیزهای اولیه برای ساختن بمب در ظرف یک سال، و اون چیزهای اولیه مثل اون سانترپیوج های پیشرفته، اورانیوم فلزی و غنی‌سازی خیلی رده بالا، مامخ سیستم موشکی هم که در حال پیشرفت. اسرائیل میگه اگر اینا برگردن به برجام، حسنش اینه که بازگشت به برجام همراه با بازگشت دولت ایران به تعهدات برجام، نظارت آژانس بین المللی و متوقف کردن کل عملیات. خب این مسئله اسرائیل فکر میکنه که براش به نفعشه، و از این رو این احتمال وجود داره که پشت صحنه داره درست برعکس اونی که ادعا میکنه انجام میده. اما نقش روسیه، از آغاز با برجام موافق نبود، هیچ نظر مثبتی هم در رابطه با به رابطه ایران و آمریکا نداره و دنبال ادامه تضاد و کشمکش. به همین دلیله که پوتین با سلیمانی، قاسم سلیمانی، رابطه تنگاتنگی ایجاد کرده بود و او رو در ادامه تخاصم هدایت و کمک میکرد، برای اینکه هرچی آمریکا در منطقه گرفتارتر باشه به نفع روسیه است. میرسیم به نقش انتخابات. هر دو جناح موافق و مخالف با برجام، در رابطه با زمان بندی برجام و انتخابات در تلاشند. دولت میخواد پیش از انتخابات آمریکا رو برگردونه به برجام تا نشون بده به مردم که دولت کارسازی توانمنده و وعده بهتر شدن اوضاع اقتصادی رو بده و نوید بهبود وضع مالی مردم. حکومت و جناح تندرو برای کارشکنی و شکست برجام در تلاشه. سپاه داریم در منطقه و در عراق حمله میکنه به پایگاه‌های آمریکا. در خلیج فارس داره اقدامات تحریک‌آمیز میکنه با شناورهای نظامی. یعنی قصد خرابکاری داره. میخواد این با این خصومت‌ها جلوگیری کنه از بازگشت به برجام. آخرین شخص یا بازیگر خامنه‌ایه. خامنه‌ای نقش تعیین کننده داره، یعنی تمام تصمیم ها اونه، تصمیم نهایی رو اون میگیره و حرف آخری رو اون میزنه. این دید منه در این چارچوب. و تا امروز هم چیزی نگفته. معذرت میخوام بگم، میگم تا امروز هم چیزی نگفته در این باره. نه، ولی اطرافیانش ادعا میکنن که اون بیشتر تمایل به این داره که ایران مسلح بشه به تسلیحات اتمی هسته‌ای، و اینی هم که بارهای بارها گفته این خلاف اسلام و فلانی حرفاز همش داستان. بسیار ممنونم از شما، این رو پی میگیریم. امیدوارم در برنامه‌های آینده، چون من متوجه شدم شما تا یه چیزی رو کامل تحقیق نکنین دربارش نظر نمیدین و صحبت نمی کنید. خیلی ممنون، امیدوارم من و دیگرانم از شما یاد بگیریم. آقای نادر، خیلی خوشحال شدم دیدمتون، امیدوارم که بیشتر شما رو داشته باشیم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. سپاسگزارم. منم برای شما بینندگان و همیهنانم. به امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم که ایشون رو از طریق فیسبوک
میتونید داشته باشید و ببینید مشخصات و راه تماس واتساپ، فیسبوک، ایمیل، همه آدرس ها رو یه بار دیگه هم بهتون نشون بدم که این حسنشینی شما میتونید نگه دارید، بنویسید، یادداشت کنید. خیلی هم ساده است، andishkade@outlook.com. واتساپ هم شماره تلفنی هست که حتی از ایران هم میتونید تماس بگیرید. وبسایتشون هم andishkade.net. از ایشون بسیار ممنونم و امیدوارم که از دانش ایشون و تجربیاتشون بیشتر استفاده کنید. دوستان عزیز، برنامه رو پی میگیریم با برنامه آقای ارشاد، بعد کانون آبا، بعد سوربی. و شما هم بارها گفتم اگر خودتون هم به اصطلاح اهل برنامه ساختن نیستید، میتونید برنامه های دیگران رو از این سکوی ارتباطی نشون بدید تا جایی باشه برای بحث و گفتگو. خیلی ممنون که با ما بودید، خیلی ممنون که بین این همه رادیو تلویزیون که شما گزینش رو دارید و میتونید با اونها باشید، تصمیم گرفتید که با ما باشید. روز روزگار بر شما